چارج رو ما بعدا پا میبردم. موزیکی اینه؟ خودش گیلیش، گیلیش آرتیست کیه؟ وو شد که باشیه دیگه قطع شکام. آره سانکلاد چوستان زده با اسپاتیفای بازش کن بابا. گوش منو بده، گوش منو بده. تو زنده میمونده که ملاله صبح گوشی بی سی پیوه گوشی ترنگ سرنر. آره چی خونده درسته مثلا دلیل نداشون اتفاقی افتاد داری؟ ولی افتاد پیگیرم میافتاد هی میافتاد. سلام بچه های تو دو ساعت طول کشی تازه برسیم به این نقطه. خب بری به شام بزنیم انرژی ها ذخیره چه؟ برم؟ نه سلام خوش اومدید به پارت اول ریاکشن ویدیو به آلبوم گوز از علی سورنا. چون قرار دو پارت بریم. چی؟ توی ویدیو دو پارت بریم گفتم دیگه ولکن. از کانال خودتون فرشاد فور لایف. بعد چی قرار بگیم اولش؟ یه چیز داریم یه آلبوم گوز از علی سورنا رو گوش بکنیم که توی تی همکاری با تشکل ملی آهنگسازش به طور خاص چونکم به وجود اومده. علی سورنا تو آلبوم قبلیش با تشکل دیوار کار کرده بود، مرد تنها دقیقا نمیدونم با کیا کار کرده بود ولی با یه سری آدم دیگه کار کرده بود و کلا به نظر میاد مثل یه چونکم پلاگین میره میچسته به این تشکل ها و ازشون استفاده میکنه تا یه اثر هنری قابل توجه و بروز رو، بروز که کلمه درست نیست، البته مناسب زمانه تر رو به وجود بیاره. جمله بار منفی داشت ولی بار مثبتش بود. نه آره دارم تعریف میکنم. نه میچسبه اینا. میچسبه در اون میچسبه. نه مثلا اینه که استفاده میکنه، همکاری میکنه و این چیزا. واسه هر دو طرف آورده خیلی زیادی داره. آره یه همکاری کاملا آره خیلی خوشاینده یه چیزی میکنه. آفرین تعریف. یعنی خود جملات بر نمیاد. خیلی ولی چیزه. خفن. آره خوبه این اتفاقات داره. آره به نظر باعث پویاییه. مثلا نجوا و شمرونی آنکسی خوبی هم دارم، خیلی دوست دارم کارشون، باید دهخان آنکسی خوبی هم که دوست دارم کارشون دارم، دوست داشتم با علی سورنا کارشون رو گوش کنم بینم چه ترکیبشون چه نتیجه چه خروجی خواهد داشت. زبون هم ماشاءالله که روون و من هیچ حدسی نمیتونم بزنم با جا همکاریشون. شما صحبتی نمیتونم ایتوه عادی کانال تو نزده یاد نمیمد؟ چرا اونو یادم اومد. خب بچه ها قبل از اینکه بریم آلبوم رو گوش کنیم یه نکته مخفی توی کل ویدیو هست. ویدیو نمیدونم چند ساعت میشه ولی هستی یه جای ویدیو یه نکته مخفی هست. دو تا سعی میکنم آسونش کنم. دو تاش کنم. آره دو تاش. دو تا به خاطر نیما. ولی چجوری تو بخوای دو تا رو پیک تاش کن؟ هر کی که دو تا رو درست بگه دیگه. جفتشو اینستا شیر میگیره. آره دیگه آره آفرین. دو تا نکته مخفی داریم. خب یکیشون فیلم میشه، سخت تر فیلم میشه. آره سخت تر فیلم میشه. دومی فیلم میشه، دومی چون سخت تر. دوم. چون دیگه تر. اوکی. دومی فیلم. آفرین پسر. ماشاءالله پسر. دومی فیلم میشه. اولیه و دومیه جفتشون استوری میشن. اگه خواستید یه آیدی اینستاگرام بذارید که استوری. آره بتونید استوری کنید. دهقان یه کار نداره واسه اون تو. چرا؟ داشت؟ چی؟ داشت آلبوم قبلی داشت. آلبوم قبلیش. اون کبیر؟ آره کبیر. نگار نبود؟ نگار قبلی قبل از کبیر. آوا 2016 اون 2017. آره. خب اطلاعات کامله خلاصه من با عدد اومدم 2016. آها یه سری فورگنگ هم توی کامنت بریزید و لینک های دیسکریپشن چک کنید، لینک آلبوم هم تو دیسکریپشن هست اگه خواستید برید از اون بر بشنوید آلبوم ها و اگر فورگنگ ها رو ریختید توی کامنت بریم از جنیدر آلبوم بریم بریم. خب ترک اول هر من از تصویر من از اونجا که دارم موزیکو پلی میکنم نگاه ببین شما ترک دوم ترک اول ترک اول حرکت عرابه مرگ ترک اول عرابه مرگ نشد بگاهی در زندگی بگاهی لیول 8 ادامه یه سشی حرکت تو پرانتز عرابه مرگ. آره حرکت که میتونه چی پرودوسر دهقان بریم ولی هیچیت به جا مهندس گیلی چه موزیک آی تو چرا اینجوری شده خب این بزنیم تنظیمش خیلی خوب من میگم به ترک مریم از آلبوم قبلی سورنا مربوطه اونجا هم یه بار من پلی کردم اینجوری شد اما این ترک نبود پلی نمیشه موزیک
آقا موزیک پلی نمیشه. بذار موزیک دیگه بذارم. اونو ریاکت بده. ببین چی پلی میشه همونو. خیلی دقیقه 25 که وایسیم. وایس رو زود زدی اشتباه کردی. صدای چیه میاد؟ هرچم آخی باید بالا نمیشه. جنه کوچولو. یه بچه جنی داره. اونم رو ویلا بودی. 60 تومنش پول جنه. بسه دیگه. یه جا باید برسه دیگه. همینجا گفتی بسته من اینو یه جا رسید. جا بسته دیگه. چی کار نمی کنی فرشاد؟ هیچی پلی نمیشه داشت. خود چرا این عوض کنی نمیشه؟ این چه مشکلیه؟ اپدیت کن چیزو. سنت خورده تو. سنت خورده داره. یه سنیه قدش بسه. بچه من بازی کنه بسه. بچه من بچه منی. امشه عمل فردانی. بیارم تیم. تک اول حرکت تو پرانتز عربه مرگ پرودوسر سعید دهقان. خب بچه ها میکس و مسترینگ کل آلبوم با سعید دهقان و جلد گروه دژ مدیر اجرایی و هورنی خود سورنا. با تشکر از پریسان بابت همراهی در قطعه قلب های آتشین. تاریخ انتشار 18 اسفند. جلد ترک 18 گفتم دوش آلبوم سورنا. ما ترک اول گفتیم دیگه همه چیشو نت کتا قلب هم بیرد گیریک داری؟ ترک و زجا آجی کلمه دستمون دار نرو ریکورد زدی؟ اسکرین نگیر زوم کن. آره آره زدی؟ زدی آره. آها زیر بود. آره دوتا دی غرق تو تباهی. غرق تو تباهی مناسب علی سمینه نیستی هم هستی 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 غرق تو تباهی معنف بی فردا من نشستم پشت هر رابه مرگم. صدا کمه بچه این تا تشه ها یوتیوب صدا کمتره. آره تو این وضعیت چقدر مشکل داره. بیا اینه یک صحبت کن فرشاد. بیا میری زودتر بگو دیگه. زودتر بگو بمیر چون که بمیری که دیگه نمیتونه بگه. دنیای خاصی داریم. دنیای خاص داریم هم ایدانی صفت داریم بایان این دنیای خاص شکستن استخون چرخ عرابه رو اما ادامه میداد اسب آهنی لخت لخت جون هوای کدر زرد زرد نور بعد به تنفس جرم آبشار خون روریه یه ترکیده یه زمین سرنگون گذشت تا تالار افرن بازار پرچم و آقا جزای حواس رو پرت میکنه. نفهمیدی این موزیک دقت میخواد ولی چی نفهمیدی. چه این دیسپلی شو تو رو اون چیز کنی. ببین من باید 60 ثانیه رو شفهمونه. چند ملو داره صدای باندو میگیره. صدای من بازه دیگه است. اونو خاموش شده که دیگه نکرد. نمیشه حالا نیست. خودم مشکلی داره دارم و داشتم و دارم خوبش خوبش در تو تباهی معلق بی فردا من نشستم پشت هر رابه مرگم شلداغم از جنس آتیش شده ها پر از سر و زاهن اسبم با درک بی انتها شدیده یه پیراه از تو جاده ها رمیده بود دستم رو کردم تو سیاهی فهمیدم مرز بین دیدن و بلیدن پدیده رو تا بوفالو ها گذشتن از کنارم این پیراه های پر از سنگ و لاخ شکستن استخون چرخ عرابه رو اما ادامه میداد اسب آهنی لخت لخت جون هوای کدر زرد زرد نور بعد به تنفس جرم آبشار خون روریه یه ترکیده یه زمین سرنگون گذشت تا تالار افرد بازار پنجم آب و کارزار و خطر و تباهی خون
خوک خوک و بیدرید پوک و سخون مرده ها زیر سوم اصرام خورد میشو در کنار خوک های زیر دست ها رو کفت شابی بیزنش که سوک بالا سر کشته ها افسار کشیدم سرعتم شکم شیحه رو شنیدن و زل زدن به من حمله میکنن به هم گیر میکنن تو شم میزن شلاغ و میکنم هی عراب در نمی یا فورو میرم بین شن نزدیک شد خر و خر تا در اومد از تو چاله عفو آهنی به سمت تالال دوم کله گرازای گنگ همون تا تا اینجا چه اتفاقی افتاد تو اینجا؟ نگو سختی مسیر سختی مسیری که داره پیش میره داره به نمایش میذاره مثلا اون تیکه گیر کردن و با گیر کردن توی ریه ها داره به نمایش میده گیر کردن توی یه تیکه از مسیر به هر طریقی حالا بخواد باشه داره با گیر کردن توی حرف توی نحوه بیانش ادا میکنه نه تو دلیلش بود اصلا من میکسستر میکسش بود نه تو تالار اول ما فکر کنم داره میمونه به جلو افتاد یهو میشه مثلا ایش کردم آره جا افتاد خیلی سخت تو خیلی سخت ببین تالار بعدی این خفن تصویر سازی کرد نبودم تو این تصویر که تو میگی من ندیدم بس فلان این اون افتاده داره میرسه و خیر خیر اینا و یه او دیدی را افتاد سریع چقدر ربون ارائه داد دامشو حالا بریم رساله نهیدم چیزایی که میدیدیم قبل در تالار اول بوده الان رفتیم تالار اول نه تالار رد کرد نه قبلش رو توصیف کرد وارد تالار شد الان وارد تالار همون در چوبیه بود الان پشت در تالار پشت بود در واسه که رفتیم در تالار پشت بود در تالار دوم جلو مونه نه داشت جلو اتاق شام میدم بعدش در تالار دوم شام نبودیم بگاهی یه سر بگاهی بود الان بگاهی بود الان شام دیگه بعد شام بعد شام دیگه بعد هم بگاهی شام آره تو مسیر بود بارون میومد و شام میدن آها دیگه میاد مختلط سرمی مردونه قاطی میشه تو پارکینگ خونه دامان جمعونا جمعونا فقط این رفیقا رو با فامیلای جمعونا آره اونا رو خونه کل ورس کلمه تالارش رو فهمیدی ولی موقعیتمون رو گرفتیم بریم کلا سورنا عالی بود داره زندگی که با سای پر شد نفس کشیدیم دالان جرم آگاه و مست سخر کله حاضره به حمله کله گرازای گنگ همون تالار زندگی که با سای پر شد نفس کشیدیم دالان جرم آگاه و مست سخر کله حاضره به حمله گرازا دست دست بعد فرجاد حرکت میزنم به گرد راه تو خط صاف با شعار جنگ تا افتخار جنگ جنگ خون خط صاف سنگ از تو سخره میشه فامیلش رو دید تو یه من کامنت گذاشم شیر دهن بهرام حاجی حاجی تو داری میخونی؟ کامنت میاد بالا میزنم به کرده راه تو خط صاف با شعار جنگ تا افتخار جنگ جنگ خون خط صاف سنگ از تو سخره میشه پرتاب لنگ لنگ گرازا به پیش اونا حتی ندیدن اطرافشونو گرازا ندیدن کجا میرن اونقدر غرق بودن که حتی سآلی گرز نماد چی؟ گراز گرز نکن بس مسئله اینجاست که تو محله اول محله مسیر اولیه بود اونجا که سختی رو داره میگشی دودلی اون دیگه رگیر کردن نه دودلی واقعا توی مسیر نمیدونی که داری مسیر درستی میری یا نه بعد از اینکه وارد تالار اول شد اونجایی بودش که سختی رو تا یه حدی پشت سر گذاشت تصمیم رو گرفت که این مسیر رو ادامه بده حالا داره جنگی میره تو دل مشکل گراز نماد مشکل گراز نماد مشکلاتی که توی بعد از اینکه تصمیم گرفته اون مسیر رو ادامه بده جلو روش قرار خواهد گرفت از اول اصلا خودشو کشید مصمم داره میره تالار نماد سری آدم چیزه وایس یه بار میشه آن دقیقا یاد کرد نفس کشیدیم دالان جرم آگاه و مست سخر کله حاضره به حمله گرازا دست دست بعد فرجاد حرکت میزنم به کرده راه تو خط صاف با شعار جنگ تا افتخار جنگ جنگ من احساس کنم آدم های چیزه نفهمه داره مثال داره آدم که فکر نمی کنن آره؟ میگه دوربرش رو نمیبینه فقط داره میره تقلب کرده آره نگاه به اطراف ندارم داره میکن خون خط صاف سنگ از تو سخره میشه پرتاب لنگ لنگ گرازا به پیش اونا حتی ندیدن اطرافشونو گرازا ندیدن کجا میرن اونقدر غرق بودن که حتی سآلی نموند دونه دونه میخوردن تو سخره سخره ها ریختن اما گرازی نموند رسید به تالار سفم
وایس آقا دونه دونه نگاه میرفتن گرازایی که فکر نمی کردن خوردم به صخره، صخره ریخت ولی گرازی نموند. آره مردن گرازی صخره. نه احساس کنم میرسن یه کاری بکنی مثل مانا رو خراب کردن ولی تموم شدن بیشتر بود. نه احساس کنم من دیگه هم باید داشته باشی. بعد تو دریا صخره بود نه در ساحلی نیست. اینو گفت نه اون که تشبیه دریا که بزنیم باید یه بیت آخر رو بشکنیم. حالا من میخوردم تو صخره، صخره ها ریختن اما گرازی نمونده سی به تالار سرگم. اما هایی مثلا مشکل سازه میدید دقیقا موضوع اما هست. آره حاجی چجوری اگه صخره ریخت رو گرازه خب بدیهی گرازی باقی نمونده. آره. اما گرازی نمون چی مثلا؟ آره بحث اینجاست. نه ریخت رو اینجوری نخورد که این بریزن یعنی ریخت یعنی اینو اومد مثلا خراب کنه. حالا میتونه مثلا اون منظورش اینه که گراز هدفش این بود که صخره رو خراب کنه و روش نریزه. آره ولی خراب شد اما گرازی هم نموند در این حال که مانع خراب کرد مشکلات و مانع رو خراب کردشون. آره خودشون هم به فاک کرد. آره دیگه هم گفت صخره خوشون دیگه مانع رو تونست خراب کنه. نه اما به خاطر اینه که خودشون رو نابود کردن. آره احمقا دیگه. اما واسه اینکه قرار نبود این اتفاق بیفته. اما این اتفاق افتاد. اونقدر من تتمنده بناشون اونم بیاد آلام عشق بدون چشم که پاره آشلاش آواز سه میخونده فریاد کشیدم به پیش بی نقاب اسبم پاشو کشید روی خاک ادامه رو پیاده میرم پشتم گلای مرد پیش گیر خار بعیده این مهیب جا بشه اصلا تو کلمه ها جا کش رنجن تو کل این تا بشه دستم وقتی که رسیدن ارزا بشه تنزن اما با این همه از خود پرکم از روز تو من بسم شنیدن صداش این چرا؟ بخاطر اسپیکر بخاطر اسپیکرم میدونم آره ولی خب یعنی چیز؟ شما چه اسپیکر اینجا الان داریم ما میتونیم خیلی راحت با بلوتوث این دست بزنیم همه چی رو داریم یه لاین میگیره اسپیکر اینجا نمیذاره وقتی میکروفون این قسمت ضعیف‌تر میگیره دوره دیگه ها این باره تو تدوی نباید صدا بزاریم نه با برندش کن گرافا ندیدم کجا میرم اونقدر قرخ بودن که حتی سآلی نموند دوره دوره میخوردم تو صخره صخره ها ریختن اما گرافی نموند نسید به تالار سفون بدون چشم که پاره آشال آشال آواز سه میخونده فریاد کشیدم به پیش بی نداخ اسمم پاشو کشید روی خاک ادامه را پیاده میرم پشتم گلای مرد پیش گیر خار بین این مهیب جا بشه اصلا تو کلمه ها جا کش رنجن تو کل این تا بشه دستم وقتی که رسیدن ارزا بشه تنزن اما این بیتشون نمیفهم من همه آره دقیقا من همه شو متوجه تو اینجا خورشیده تو تابشت من احتمال میدم تو منظورش خورشید یا مخاطب کیه نه تو بابا کیه؟ تو چیه تو تابشت از دم وقتی بسش که همه بینقاب دارن میرن بعد این عشق هم یه همچین بلایی سر آدم میاره نه اینو هم بگو تو و تابشت تو مشوق خب بذار تموم شو جمله بعد بگو من بگو تو و تابشت اینم عشق که کار آشال آشال آواز سه میخونده فریاد کشیدم به پیش بی نداخ اسمم پاشو کشید روی خاک ادامه را پیاده میرم پشتم گلای مرد پیش گیر خار بین این مهیب جا بشه اصلا تو کلمه ها جا کش رنجن تو کل این تا بشه دستم وقتی که رسیدن ارزا بشه تنزن اما با اینم از خود پرکام از روز تا آها تلپات کن نگاه تو کل این تابش دزدن وقتی که رسیدن ارضا بشه تنزن خب یعنی میگه که تو و چجوریم یه فرق اثر هنری داره ارائه میده آفرین از دور احسن عالی بود عالی عالی ما رسما داریم مثبت میگیم از استاد چیز میگه که وقتی مثلا تو یه اثر هنری داری تولید میکنی که تابشت میتونه محسوب بشه تو فقط داری صرفا این کارو انجام میدی تا به یه هدف ثانویه هدف خارجی برسی میگه وقت تو و اون اثر هنری که داری تولید میکنی وقتی که به اون هدفت برسی شوخی بیشتر نیستی همین چی میگم یعنی میگه که اثر هنری اصالت خود اصالتی که باید داشته باشه رو نداره واسه اینکه در حد واسه رسیدن به یه هدفی داره تولید میشه که اون هدف ارزش اصلیه اثر هنر برای هنر پیش نمیره چنین چیزی میشه قنده
خودش رو راحت‌تر فهمیدم. آره نه نکن میگی به علی سورنا زنگ زن میگی تو چی گفتی حالا میگم مثلا تو توی مثلا فرشاد ماکویی داری میرخصی که پول داشتی خب ندید تو که پول تو اگه پول داشتی دیگه اثر هنری واسه خودت هم که ارزشی نداره همین چی میگم چون داشتی اثر میدونم چی میگی بعد برسی دیگه اون بعد آره ولی بحث من همینه که آره چی میخوایی؟ روشن کن منم تکست رو ببینم باش برد نمیاره تکست هست نزن این رو تکست رو میاره آه باشم حرف بزن میگم که من چیزی که من میگیرم اینه که آقا تو از دور قشنگی وقتی میرسیم به چیزی که از دور قشنگه اون میفهمی که اون قشنگ نیست نه من منظورم اینه که این داره من کارم کاری رو منظور تو هم من اینو برداشم نه فهمیدن چی میگم؟ جملت رو با نه شروع نکن تو گوش کنم نه میگم فهمیدن چی میگم جملت رو با نه دوباره شروع کرد با نه شروع نکن فهمیدن چی غیر از این میگم؟ آره من ترجمه اینجا چیز اصحان نظر نکنم چون برداشت اولین برداشت دورترین نه برداشت من که 100% درسته ولی خب تو منظورش از تو خورشیده بیاس دور راجع به سوز صحبت می‌کنه من خورشید نیست من اونجا داره تشبیه میکنه به خورشید صفات خورشید رو داره خب دیگه همه جذب میشن نزدیکش میشه رسید چی به نظر من تو بشه تابش داره چیزی دیگه من میگم حاجی میگه وقتی رسیدن ارضا بشه تنز آره دیگه خب من همین دارم من اصلا هیچ چیز دیگه چه میشه آره میگه تو تو میگه که تو تابشت که اثر هنری که تولید میکنیه وقتی که به اون هدفی که به اون کجا فهمید میگم ولی من دارم اثر هنری تولید میکنم واسه یه هدف غایی تری چه این باشه تنزن وای من چقدر ببینیم ما همه ببینیم تنزن باید ارضا من رفتم تو اون فکر تنزن چی گفتو تن بدن گرل تو اینجوری شدی من تنزن تن دختر بدن دختر شدید یعنی ارضا شه تن زن باید این ستا کلام باشه میخوره باید چه میکرم ربطی به قبل بس گفت سکسی باید یارو اصلا افتاده فلان این باید در مورد چی داره باست هم میگفتی میشه آفاره هماری که کنم من رو تن زن موزا بشه تن زن اما باید هم از خونه ترکام از روزی تو خوش میشناسم آه باید آقا باید من ایتیش دوباره گوش کنم من ایتیش احساس کنم خیلی معنی خفنی داره من نگم نفهمیدم چیزی بدون بدون تو جسارت میخشکه میبینی منظور من چی برداشت میکنم این که تابشت از دور قشنگه و باعث میشه آدم جسارت داشته باشه اما وقتی میرسی بهش میفهمی که یعنی هم نیاز هم پوچه قبلش داشت ضررش رو میگفت که از دور قشنگی نزدیک میشی میسوزی ولی بدون تو جسارت میخوشگه ولی آره. نباشی هم بده آره. ولی باشی هم میسوزی در مورد اون هدف بگم میدی در مورد اون هدف قاییه داره صحبت میکنه یعنی که همون هدف قایی که میگفتش داشت مسخره میکرد که تو وگه به هدفت برسی همه این کاری که توی مسیر کردی چرت و پرت تنزن خب تنزن دیگه داره میگه که اون طرف قایه اگه نباشه جسارت میخوشه اینم تو همون مسیره آره نه تابشه نه همین رو تابش هم تا تاب نه تابش که داریم نمونه اثر هنری صحبت می‌کنیم یه سرویس این رقبر ستینگ چیکار داریم می‌کنیم اوکی من تو کار آموزشم آها وایس اون یه تیکه که میگه ادامه در ادامه میگه بدون تو جسارت میخوش که منو بردار تا لباسم بیفته یعنی منو نزدیک کن به اون هدف قاییه خب تا بعد خودمو به نمایش بذارم آره بعد این رسیدنه رو برداشتنه رو رسیدنه رو تشبیه کرد که تشبیه کرد که منظورم که
حالت معلقی دیگه الان در حالت نیستم دیگه هم دقیقا انگار افتادم از ارتفاع معلقی و با افت ببین بالا رفتن و با افتادن یکی نه یعنی با هدف واقعیش مواجه شده آخر تک مست کام اینه اینجایی که در مورد لوپ سقوطه میگه با واقعیتش مواجه شده از واقعیت اون با واقعیت اون هدف غایی وقتی مواجه این دیگه دارم کاملا تعبیر شخصی من ولی با هدف غایی که مواجه شده ارزشش اون هدف غایی واسه خودش از دست داده و دوباره از صفر توی یه مسیر جدیدی همین پروسه‌ای که توی تالارهای مختلف رفته رو داره طی می‌کنه اسم می‌کنه یا طی می‌کنه یا از صفر میگه همشون اینجوریه هم مثلا آره یعنی هر هدف غایی تو موقعی که باهاش مواجه میشی رنگ می‌بازه ارزشش از دست نده اینو ازت سوزونده حالا میتونه همه چی میتونه قانون سورنا همه چی شما باز کردم معلقم تو هوا نمیدونم تا کجا قراره ادامه بدم به این استراب اش بوسه خون بود این تالا تا الان لوپ سقوطه واسه ادامه جنگ رسید است به آهنی و عرضابه یه مرگ قرق تو تباهی معلق بی فردا من نشستم پشت عرابه یه مرگم شلاغم از چت آتیش جاده ها پر از سور و زاهن اسبم با درد که بی انتحان شدیده به پیراهت جاده ها رمیده بود دستم رو کردم تو سیاهی فهمیدم مرز بین دیدن و بریدن پدیده رو دستم رو کردم تو چار بود چی؟ تو سیاهی فهمیدم مرز بین دیدن و بریدن پدیده پدیده رو خب یه بیت به بیت نمیخواید نه خیلی توجه هم جلب کرد خیلی خفنه خیلی خفن که آره ولی الان مرتبط میگه وقتی رسیدم و سوختم و این اتفاقا برام افتاد تازه مرز بین دیدن از دور اون و بعد دیدن و با پدیده یکی شدن و... در شمع سوختن رو که در عربی فارسی بسیار این تعبیر رو داریم وسال آفرین اینو کاملا لمس کردم دستش وقتی تو سیاهی کرد اینو فهمید آره یعنی به سیاهی تشبیه کرده که تو وقتی سمتش میری و تش میسوزی این سیاهیه براش خب این بود این قسمت از اینجا استاپ بزنیم شما چی میخندیم اون بقید باز کن ببینم برای چی میخندیم باز اینجا در مورد سیاهی میسوزم جالب بود نرکه جالب بود سیاهی یعنی بایی دیگه سوخان هم من شیشتا ترک اول بسه پرستدم همه تکیه هم بریم ترک بعدی بریم بریم ترک بعدی چیه یهو دستی تمام شد دیدن پدیده رو تمام شد دنبال چی؟ بریم ترک بعدی ترک ناخدا جلال آهنگساز دهقان اسم دوم بیشتری ویو هم داره توی کل آلبوم تو ساوند کلاود اسم دوم نداره؟ نه نه اینجا ننوشته نه 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 تو هم هستی؟ صاحب کانال هم یه شاهی که بگه من شاه هم شاه نیست شاه نیست آدم کانال کانال خودتون چه آتا بیش چای که بیا کانال بسه چی بیدون بسه زیبا تو سکس دیم بسه دیم تو راسته بازار ماهی فروشا غروب شروع تا بندر ازدهام داد و زدد عربده های بلنده شهر مرکو شرچی قرد عرب مردانه سرزمین پر از رشه و جنگ تو از سه تنگ از هم دیگه یه تور سید جمعی با اتصال مردن گره های فردی از افتخار ممکن و شکار تقمن گره های شلتر تو راسته بازار ماهی فروش رو که سیاد شکار در دوی لقمن ناخدا جلال رئیس بزرگ بازار ماهی پیرادن بی تو ساش همیشه بوده یه اختار عصبانی اصلا اشاره کنم بدید عصبانی بود و عزادار سیاه بود اصد داد زد بیا تو اصد به تو نگفته بودم که مرزت به پا بل کردی که چی چارت داری دریار چکار گفتم بگی غلاب و بگیش دستات کنار از دور یادت گفتم بگی دستات کنار و الا میذارم دستات کنار جلال خلافم نگو خلافم نکن اون چاه کوچی که خواستم باشم کفافم نبود تازه شدو به ما حرام به تو واجبه که دریا سند گرفته اصلا کیشش دانگی شده به بسر این دریا ناموزته کوری هنور فانوزته کوری هنور به فملا هنوز زبون جاسوزته کور میکنی فهرا رو از رسیدن به ساحل فردا میوه کوسه ساقاتت نگه بگیریم درخت دریا رو از سر بیتاب و قرار دید واسه ادامه شاهی نداره تو خفش و راوی کی بیتاب و قراره این قصه بین ما و جلاله جلال دریا تو دروغ فقره همه خوندن سرود قرچ تو بگم به مردم دروغ برگ بگم به دریا دروغ سر یه خوری آب داره گفت تو خفش و راوی من یه پنج سنه بزن در یه لیریک بودم
پرید به راوی بسه. ما جایی نداره خفش راوی کی بیتا با قراره این قصه بین ما و جلاله جلال دریا تو دروغ فقره همه خوندن سرود درچ تو بگم به مردم دروغ برگ بگم به دریا دروغ سر یه گلاب دادی دست ما بگی از چاه بگیری قضا باز کنین بومبست تلا مصب را رو ما یاد میگیری شنا رو بیگوشی ما به کوزه ها رو سیاه کردی روز ما رو جلال بسد نمیبینی آماجه حمله کوسر ماداش بدیم به دنگلای تیز ساله بدیم به تاراش تو چه میدونه که من کردی دور تو هم عرب که خبر کردی اون راوی کی بود که خبر کردی بس یه لحظه با کی صحبت کردی خالق ما جلال این دیوانه که پاسف کرده به قتل ما واسه دامه شعر جدیده با کشت که بابش دریا یعنی من عاملم بله خودتی عامل مومین گازیمه توی دریا خودت آماده با کنباس شلا دست و پا میزنم تو این دریای بی ساحل نمیدونم کجا مساحل از کدوم راهه نگه میدارم باز چشمای بی جونم من توی دریای بزرگ شنا میدونم دست و پا میزنم تو این دریای بی ساحل نمیدونم کجا مساحل از کدوم راهه نگه میدارم باز چشمای بی جونم من توی دریای بزرگ شنا رفتن زیر آب و چه خفن میشونده کار به کار تصویر و پشت قبار یه بچه به شاد میده سینم و آب میزنه بیرون از دهنم پیشومات میگم تو کی هستی میگه هزار و میره کنار تا میشه میبینم میره چشاش کبوده یه بلگا توی کیفش باش میره به سمت مرتا میپرسم اسم تو چی بود دوباره میگه هزار من بچه اصلم پدرم به جرم فتح دریا دستاش بود توی دست جلال کی به شبا میکنه دیگه نگاه کن دستاش هنوزم امرامه تنها دلیل نفس هامه تا میشه باهاشو میده به راه میگم کجا میگه مرتا میرم دنبالش حاجی من پاز نزدم که بفهمی مسیر روایت رو کامل آره هم آره هم اولش گفت آقا این کار نکن همین جلال به اسد گفت یا این کار رو بذار کنار یا دستاتو میذارم کنار و دستاشو قد کرده و روشت کیفه دارم این نقطه شروعش بود که داشت شلوغی بازار رو توصیف میکرد و تمپوش بالا بود دلیوریش تشتر بود بعد درجه که اومد بعد یه فرصه همونجا رو میخوام اشاره کنم گفتش که همینجا توم هم شکل ماهی شکاره هم سیاد شکاره آره نقطه بستمون مرگه آره بعد نکن این دیوار چهارم شکوندن است نکن دیوار به راوی میپرن آره اینکه راوی رو به عنوان یه شخص توی روایت در نظر گرفتن خب یه انتقاد اگه بکنیم که دیوار چهارم شکوندن موقعی تأثیر بیشتر تاثیرگذار خیلی مقدار بیشتر که تو اول اون با دو نفر اصلی داستان با شخصیت های اصلی داستان ارتباط برقرار کرده باشی و این یه اتفاق غیر منتظره واسه باشه که راویو به عنوان یه عضو توی اون چی میگن رابطه ها در نظر بگیری خب تو طول زمان که جلو میزن تو یه آلبوم توی مثلا آلبوم دمن کندریک کان یه بار اتفاق افتاد اگه شما یادم نیست دقیقاً و تو طول آلبوم که جلو میری مثلا توی ترک پنجم که داشت تا اونجا شخصیت رو شناخته بودی ارتباط شما هم فهمیده بودی اون موقع دیوار چهارم رو شکوندن خیلی تاثیرگذارتر تا اینکه تازه با دو تا شخصیت مواجه شدی مثلا تو سومین لاین مکالمه شون بخوای دیوار چهارم بشکونی راوی و جوزی آره البته یکم چیز نمیدونم یه نیمه طنز تو هم بود نمیدونم یه لحظه با کی سر قبلی با من قبلی بیشتر خندیدیم ترک شده موازه نبود بریم سوال سایی کار دیگه چون کار دیگه نباید بکنیم نه ترک سوم باری کلو بگیم ترک سوم دار یا داستان مریم یا داستان مریم فینگلیشه نمیتونیم تشخیص بدیم پرودوسر دهقان و بریم سوال صحنه اول ببین ثانیه پنج نمیشون عجب بیتی تو اون سال ها بیابونی بود که خاکه های داراب بیابونی بی آب و علف تموم جسمه های جوشان آب تلف شد جوونه ها قبل رسیدن به باغ آروم میرفتن توی دست خواب کسی نمون جد چند خانوار که بعد کلی کار کردن چند چاه آب در کنار هم زندگی رو کردن آغاز صبح کار شد شب دعا و آواز بعد مدتی کارگر شد دعاها و سلیلشون بارور شد خرما سیم بادام کوچک شدن آواز بازار کوچک کشت پنبه نخت ریز زندگی روزنی پوشیه تشال کوچک با بابا دانن صحرا توی اون فصلا ازدواج کردن
مدتی گذشت سهر مادر شد که دختر کوچیک اسمشو گذاشت مریم. مریم بزرگ شد با دار قالی همیشه افسرده با تار خالی غمگین میپرسید از مادرش سهرا که توی کل دنیا همین دارا با داریم. این سوال بود توی فکر مریم توی داراب نبود به شکل مریم مکه انتهای رویا دارابه همه فکر میکنن دنیا دارابه. این سوال بود توی فکر مریم توی داراب نبود به شکل مریم مکه انتهای رویا دارابه همه فکر میکنن دنیا دارابه. گذشت و کارگر شد کشت پنبه نخری سیبار ورشید کت خدا با فکر صادرات پارچه دستور داد بکنن باز مرسی کم کم دهات دیلاغ طالاب تبدیل شد به یه ایلاغ داراب مالکی نتراب با خریدن ملک و زمین شدن هم پیمان داراب. این کلمه اینو چیم؟ آره من که گیر کردم اینجا اشتباه بر کلمه بعدی کلمه اول بیت بعدی چیم؟ چکار این چیم؟ چکاد قد بلند فریبنده پسر یکی از ملاکین کوهستان حسادت پسرهای توی دارا با حسرت دخترهای زیر پوشیه آخرهای هفته تو تحتیلات کوه توی دارا در حال گشتن بود اهل بیرون این کوی و برزن شاید بهترین پاسخ سوال مریم بود. چرا قدتون بلنده؟ چرا نگاهتون با ما پر از فرده؟ چی شد که شدید مسافر داراب؟ چی میگذره پشت کوه مجاور داراب؟ چکات تو این گستره تنهاست درگیر مریم شد و لکنت حرفاش بین این عشق در فاصله است بین پسر کوهستان و دختر سمرا نزدیک مریم میگشه نفس شر دختر را نزدیک مریم میکشه نفس شرم دختر را میکشه عقب مریم تو فکرش با تکفیر کف خدا به دور پرنده اش میکشه نفس هر روز همین بود پاشو پس میکشید چکار نقشه ای از حوض میکشید یا میای با من سمت کوهای کلی وحش یا به کف خدا میگم دارم موهای بریده تو. مریم ترسی تو دست های زنجیر گفت که بازندم تو دست های تقدیر موج موهای بیرون از پیشیه یعنی جزمت دریای تکبیر هر دا تو باسار یه جنجال خون را افتاده بود تو چنگار شومه خبر بیه فتیه دختر صحرا چنادیس داد با چند تکبیر شفا نفرم چی شمید خب دنبال لیک بودم خیلی خبر بچه ها باید میدونم بفهمن اونقدر که شهرستان میفهمی میفهمی چی میگم؟ حاجی خیلی سخته دوزی دارش خیلی راحت بود فهمش ها؟ فهمش خیلی راحت بود آره خیلی راحت داره ها ما سگی بود تو گاه بود باید باشی توی ما باید این رفیقت باید شده خدا به تو مریم بود چرا قدتون بلنده؟ چرا نگاهتون با ما پر از فرده؟ اینجا بیده چی کنی؟ چی شد که شدید مسافر داراب؟ چی میگذره پشت کوه مجاور داراب؟ چکات تو این گستره تنهاست درگیر مریم شد و لکنت حرفاش بین این عشق در فاصله است بین پسر کوهستان و دختر صحرا نزدیک مریم میکشه نفس شرم دختر رو میکشه عقب مریم تو فکرش با تکفیر کف خدا به دور پرنده عشق میکشه نفس هر روز همین بود پاشو پس میکشید چکار نقشه ای از حوض میکشید یا میای با من سمت کوههای کلی وحش یا به کف خدا میگم دارم موهای بریده تو. مریم ترسی تو دست های زنجیر گفت که بازندم تو دست های تقدیر موج موهای بیرون از پیشیه یعنی جسمت دریای تکبیر هر دا تو باسا این هم داره بهتره که خفنیه اصلا بیت سویش رو این کارو تو دام معانیه شعر ادامه شدم چشم و تکفیر شد خدا به دور پرنده عشق میکشه نفس هر روز همین بود پاشو پس میکشید چکار نقشه ای از حوض میکشید یا میای با من سمت کوهای کلی وحش یا به کف خدا میگم دارم موهای بریده تو. مریم ترسی تو دست های زنجیر گفت که بازندم تو دست های تقدیر موج موهای بیرون از پیشیه یعنی جزمت دریای تکبیر حتی تو باسار یه جنجال خون را افتاده بود تو چنگار شومه خبر بیفتی دختر صحرا چکار دیستاد با چند تار قلب مریم یه گوشه چکید رکاب زخمی خون نگین. حاجی این موها الان موهای مریم نیست نه؟ چرا؟ اصلا من فکرم چی داره؟ دستیسه چی داره مثلا؟ یه سری مو دیگه پیدا کرده دیگه حالا اونقدر هیچ نداره حاجی یه چیزی تو خودشون گوشه چکه مادرشو گرفته بود فتوشاپ کرده موهای اسبش گرازی دیگه در هنگار شومه خبر بیفتی دختر صحرا چکا دیستاد با چند تار مو
قلب مریم یه گوشه چکید رکاب زخمی خونه نگین بعد تکبیر داراب واسه مدتی خونه نشین شد نره صحرا قم تو نگاش بود میگفت این نگ باید از ما جدا شد مادر نگام کن دامن من پاکه اون موهای من نبود بازر جاشه آجی پشنام آره آجی واقعا این تیر رو داشت خب من نبود شاید هم این داره مقلت میشه آره این مقلتش رو میشونیم باید ببینیم حالا این وسط چی دور رو میگه آره آفرین جذاب شد کی کت خدا کی کت خدا میشه آن سر سر بونده اوکی تمام شد تایم تراید میگه تمام شده موهام سر جاشه موهام سر جاشه بیت ترک مریم آجی چکات زنگ زد چکار نمیشه دیکلن دیکلن تا که یک جوز دارا با صدا کرد از آدارا رو نگاه کرد شالش رو برداشت از حجابش دفاع کرد قصه به اونجا رسید که دارا با حیرت این گستاخی رو نگاه کرد دوباره تکفیر رو امضا کرد من نستار تو برم صد درصد شعر لایه های وایسا خیلی خیلی این دوباره تکفیر رو امضا کرد این ملودی یا موزیک مریمش نیست؟ چرا؟ یا روز همین همه پیده چرا؟ پیده کن با گوشید زنکلو دی؟ چش نکن ملودی همونه واقعا اینجا پشمان میگه جدی میگه نمیدونستم پشمان چی ذکاوتی اینقدر تابلو مریم بابا نگاه کن دنتومندی بل واقعا دفعه اول گوش کردم این ترکش زنم اومد پتاشی کن آزی بیا بابا پشمام بیا خب آقا قطعا داره رفرنس میده به موزیک مریم من موزیک مریم لیریکشو یادم نیست از آلبوم کبیر که چیو گفت میخوای پلی کنیم یه بابا نه جدا آه بفرمایید خواهش میکنم صد درصد اثر هنری که باش مواجهیم چند تا لایه معنایی داره خب آره اصلا پیچیده است چند تا لایه معنایی داره خب من با لایه معنایی زیرین کار ندارم که نکن در داره یه اتفاق واقعی رو کلیگویی میشه که میشه کلی شاخه ازش معنی آره داره یه روایت واقعی رو به عنوان یک دو تا حالت داره یا داره میخواد سفر اون روایت به چشم به روح ما بکشه که من تو اون سطح الان دارم روش صحبت میکنم امکان داره از اون روایت بخواد به عنوان یه تشبیه استفاده بکنه تا یه مفهوم عمیق‌تری به ما برسونه که صد درصد نیازمند اینه که رابطش با کارهای قبلیش و کنه روایت کلی داستان رو بدونیم که خودمون صحبت بکنیم ولی وقتی داریم در مورد این داستان به طور خاص صحبت میکنیم روایت زندگی یه آدمی توی یه شهر کوچیک که نمیتونه همرنگ اون جماعت بشه روایت خیلی جذابیه واسه من همیشه واسه اینکه خودم توی یه نسبتی تجربه کردم و آدمای دور و برم زیاد بودن که این فضا رو تجربه کردن فضایی که همیشه توی یه جایی داری زندگی میکنی که به نظرت سقفش خیلی کوتاهه و جاهای دیگه به نظرت خیلی جذاب دارن به نظرت سقف بلندتری دارن به نظرت افق طولانی تری دارن خب و چون مواجه نشدی هنوز با اون افق فکر میکنی که همیشه جذابتره اونجا همه چی بهتره اونجا دنیا رنگ و بوی بیشتری داره ولی بعد از اینجا میره به سمت اینکه یه نفری رو میبینه که از اون افق خبر داره اومده تو این فضا ازش خوشش میاد یه ارتباطی پیش میاد یه اتفاقی میفته اون فرد تیزبازی در میاره سر این و این بازی ها حالا من یه بس که مخصوصا ارائه بدم توی مرحله اینه که لحظه ای که با اون موضوع مواجه میشه که اون افق بلندتر اون سقف بلندتر اون باعث نمیشه که لزومن زندگیت رنگ و بوی تازهی پیدا بکنه و بهتر شه خیلی لحظه ناراحت کننده ایه صحبتی که ترک اول اتفاق افتاد آره دقیقاً آفرین همون هدف قایی کا پایی که من بده من بده میشه من از بچگی مثلا خودم نه واقعا تا موقعی که کنکور دادم رفتم مثلا تهران دانشجو شدم هدف این بود که از این فضا خارج شم مثلا با وسط فرار کنم آره میدونم چی میگی منم یه مدت دوست داشتم خونه آدم خارج شم با اشکانش میتگرفت میده نمارش که برای از اینکه میری میبینی میفهمی که اون چیزایی که اون موقع اونجا انقدر اذیتت میکرد اون قدام هم بد نبود نه بد نبود خوبم بود این که مثلا همه هم دیگر میشستن خوشحال کننده امنیت میده به جای اینکه سخت باشه یه چیز بریم ولی من اصلا برداشت البته خیلی شخصی من هیچ همچین مرشی نداشتم مثلا از اون کاراکتری که من
برداشت که داشت، برداشت سطحیم که صرفا روایت رو بخوام بگیرم، روایت دختری بود که عاشق یکی دیگه میشه که اون جایی نداره تو دهاتشون، شهرشون، و به خاطر یه سری قانون محلی تخمی نمیتونه به اون برسه. بعد حالت میبینی یه حالت اعتراضگونه، به صورت اعتراضگونه جامعه در چی؟ کشف حجاب کشف حجاب میکنه. اصلا نمیدونه همچی جایی هست، اصلا باش عجیبه آدم فضایی هست بود. نه این کاراکتر رو میگه واسه اون عجیبه که مامانش میپرسیدم اگه داریم به جز داراب جایی. آره اصلا تو بیت توی ورس اول، تو صحنه اول کامل میگه که چی میگن بعد از اینکه اون شهر ترکی رو کسی نمون جز چند تا خانوار، میگه این سوال بود توی فکر مریم، توی داراب نبود به شکل مریم، میگه تو کل دنیا همین دارابو داریم، مگه انتهای رویا دارابه؟ همه فکر میکنن دنیا دارابه. یعنی تو تالار سوم ترک اوله، تو اون فضاست. اونقدر عمیق نیستیم ولی اش بنمیکنم قبول کنم من اصلا کنترلو برو اول خبرای بود اول. ببین من ترک استوری تلینگ یعنی چی میگن داست، روایت داستان توی رپ فارسی نمیدونم حضور ذهنم نه خیلی یاد با اعتماد بگم ولی خیلی کامل بود انگار. آره اصلا ورس صحنه اول صحنه پردازیش روایت من قشنگ شنهای روان اومد جلو خیلی خفن. مریم رو دارم میبینم. آره مریم من کانکشن زدم مادر مریم رو صحبت کنم. مادر مریم خیلی چیز دوگمه اصلا از آره به مامانم از دارا ببردیمش. آره دارا در که گریز از مرکز. آره فضای آلبوم مثل این کلام و یه شعر بعدی رو دارم میبینم، فضای آلبوم مثل که تیه همون براست کلام کدومه؟ سقف کوتاه، سقف بلند، یه چنین چیزی. آره گریز از مرکز. چقدر تو کامنت ها اینو گوشته بودن که عشق کردم. آره گریز از مرکز تعریفی شده. پرودوسر سعید دهقان. وایسی لازم ببینم چی بچه اسم دومی نداره. فند دارم بشه شایی بیتای شایه نیست شروعش آغاز دفعه تلخه این بیماری همیشه مثل صحنه توی صورتمه، اینکه زندگی جنگه با بگی به چنگه که جایی رو میخوای قدرت اگه فردایی رو میخوای قصه درد مشترک تموم ترک های جامعه واسه نگاه که نکده رو تلخه یه لحظه بکن مکسر این جنگ و موفقیت یعنی قلبه تو کم کن میشکنی تا راه هست مریضیم پیش یعنی بالا هست یعنی زیر نقطه زندگی شبت بازی قدرت آواز نداره سبول لکنت بیا پیک بزنی به جورت انو باید برم صحبت چند سالی هست که با قم میخونم اونا که منو دنبال کردن میدونن روزای کمی بود که رنگی بودن زخمی شدم وقتی جنگ پیش اومد چقدر انسانی بود از اخشک یا هرچی تنت داری دو کفشت برسه تو دستت حقت حتی وقتی میگن نمیتونه شهرت داری رب کردم با زنه به بهترم عجیب درجه که شدم وقتی جنگ پیش اومد چقدر انسانی بود از اخشک یا هرچی تنت داری دو کفشت برسه تو دستت حقت حتی وقتی میگن نمیتونه شهرت داری رب کردم رب کردم با زنه به بهترم درجه یک بود درجه یک ترم این واسه اونا که نسخ شعرم ادبیات بیادم شعر بلد همه گلدم اون عمل سنم شدن وقتی کوبیدم برام سنم و تو هیپ هاپ زمان گفت میرم من از فقط نوشتم انو خونم تو کولم انو گلی قدم تو کولم انو دستای دفت کولم انو موی بلند تو کولم من مسافر زندگیم اما انو مردم تو کولم ولی باید زندگی کرد ولی باید زندگی کرد انو خونم تو کولم انو گلی قدم تو کولم انو دستای دفت تو کولم انو موی بلند تو کولم انو دستای قد تو کولم انو موی بلند تو کولم ترک ها؟ اشاره روایتی که من مسافر زندگیم اما انو مردم تو کولم ولی باید زندگی کرد ولی باید زندگی کرد روش کردم ولی فهمیدم باید یا خودکشی بکنم یا کشته بشم واسه امثال من یا جنگ یا مرگ اینو زد تو صورتم روح گشته شهرم یه زمینی که پوست نداره زخم خونواده شب که روز نداره دیدم وطنتون نفوذ نداره تو سر کسی که اتاقش روز نداره زخم ریزش آواز جهش یعنی گریز از مرکز و نازمکش همه میشی پارتش بین دو کش آوارتش دیگه آینه حسابی میبینه تنها فکر کردم به چون خونه می از اول بخش دو خیلی خبر وطنتون نداره نفوذ تو منی که آره نمش آوار
کنار تهش دیگه آینه حسابی میبینه تنها. فکر کردم به چون خونه میشینم با ماما کشیده شدم به سمت جلو تا که بفهمم کی میگه ترسم. گفتم علف تو نطفش رو بزن یا که واسه خونه تو مطرف رو بخواد. شوخی نکن با خودت خسته شدی دیگه یه کلام نمیتونم نقطش رو بزن. یه طرف ساحل و سوختگی بود که پره شیرجه نزده با گفتگی بود. یه طرف یه دریای بزرگ یه چشم به چشمم دوخته میدوختم چشم ساحل و زدم تو سینم اسارت دریا رو دادم بره. موندم روی چفت باهم این دوبامینم حال یادم بره. اش ریختم رو خاک روحم دیدم حالم گله. همون خونه ای که یه روزی بود انتخابم امروز فقط توش یه رباتم ولش. هنو خونم تو کولم هنو کلی قدم تو کولم هنو دستای تب تو کولم هنو موی بلند تو کولم. من مسافر زندگیم اما هنو مردم تو کولم. ولی باید زندگی کرد ولی باید زندگی کرد. منو خونه جور شدیم هر جو شده. رفتم تو خودم اونم رفت تو خودش. کسی که پل بشه میونه شکاف یعنی باید بگذره از تو خودش. مبارزه باشه من بوده سر نمیرم بیرونی جورم تو سرم. من زندگی بیشتر از فکرم ول خالشو میکوبیدم رو تن دیگه ذهنم تو اتاق ایستاده. کمه دیوارا بره قابیچ کارن منو کوچه رو تک میکنم اما اون کوچه هنو سر جاش ایستاده. معنا نمیده سکونت ولی تو جهان نمیشه دروغ کرد. اگه زمان بگیره و فونت از مکان نمیشه عبور کرد. ما هر دو میگیم سخت بستر شبیه فیلم های نولان بود یه دیگه یه دیگهش میگه من از اون کوچه چی میگذرم آره. ولی اون کوچه سر جاش وایستاده. حاجی او چقدر معانی خفنی داره. من ایستادن رو تو مصرع اول ایستادن رو حرف بزنی تو مصرع اول ایستادن رو بعد بشون داد که من میگذرم نیمونم. تو مصرع دوم ایستادن رو خوب بشون داد. آره یعنی باید بگذره از تو خودش. مبارزه باشه من بوده سر نمیرم بیرونی جورم تو سرم. من زندگی بیشتر از هیکلمه ول خالشو میکوبیدم رو تنم دیگه ذهنم تو اتاق ایستاده. کمه دیوارا بره قابیچ کارن منو کوچه رو تک میکنم اما اون کوچه هم رو سر جاش ایستاده. معنا نمیده سکونت ولی تو جهان نمیشه دروغ کرد. اگه زمان بگیره و فونت از مکان نمیشه عبور کرد. ما هر دو میگیم سخت بستر دلم و فهداره من زیر صدر اسمت و انگشت زیر پاشته کفشن تا آدم افتاد تو دفتر شعرم. انو رخ بینه قام تو اجاب نمیره نختی باد. شعر من همین افتادن هاست مهم نیچ چی دنیای تخمی بخواد. من دیوار بلند پشت خونه چه گرفت جدا نور آزاد رو ندیدم. رون سایه ها آزارم داد کارگردان این داد رو ندیدم. موی رهای آزادی و قیچی قدرت گرفت از من و ما به غیر اشکای درخت تصویر باد رو ندیدم. انو خونم تو کولم انو کلی قدم تو کولم انو دستای قد تو کولم انو موی بلند تو کولم. من مسافر زندگیم اما انو مردم تو کولم. ولی باید زندگی کرد ولی باید زندگی کرد. آجی اینو باید با خودکار و کاغذ یه بار بشینی همین دقیقا شما باید ده بار باید گوش کرد چیز داشت کلن چی میگه. گفت رول سایه ها رو دوست دارم کارگردان فلان. آره. من اگر منظورش مثلا ترک تئاتر سایه های آلبوم کبیرش بشه واقعا باید خودکار رو باید گوش بود چون اون نوت برداری. من اون ترک رو یادم نیست چیه یادم همچه ترکی بود. حالا خلاصه علی سورنای قدیمی تر بود قبل از آلبوم مثلا کبیرش و اینا. من اون علی سورنا رو به صورت سلیقه ای علی سورنا مرد حتی نه جلوتر می اومد اسم می‌کردم داشت چیز می‌کرد یعنی داشت فضاهای مختلفی که تو آلبوم مختلفش داشت رو توی تیکای مختلف ورسش به نمایش می‌گذاشت. از مرد تنها نمی‌دونم حالا اونقدر جدی اینا اونقدر دوست داشتن ولی من اینو بیشتر قبول دارم. نه قبول بهتر بود نه خیر اون دختره بهتر بود دادم اون دختره اینجوری داشت میشون برست میکنم یعنی مرد تنها. آره من اینم چه سلام یه اشاره های چون رفرنس میداده من این چی میگم این ادبیاتش رو کلا خیلی بیشتر از ادبیات ادبیش دوست دارم. یا همین که از اول داره ساده تر بوده چجوری بوده کجا بوده چجوری خودش رو پل کرده خوش گذاشته اومده. آره. این روندش رو داره تعریف میکنه با دیتیل. اینش خیلی خفنه. اوکی چیزه کلا توی ترکیب مثلا رپ با ادبیات ایرانی شعر و داستان نه شعر نه واقعا هم ادبیات ایرانی مثلا من بهترین چیز و محصول ها رو علی سورنا داره. نمونه شب چی میگن نمونه از این ترکیب داریم تو رپ فارسی کسی مثل سفیر چه میگن کسی مثل چی هستن تو این مسئله نیست نه کسی خورده خیلی آمیانه تر بازاری تره.
آقا علی سورنا همونقدر باز دارید، همونقدر محاوره. نه علیه اونه توی ترکش میگه که بین درخت هایی که تبر تبر سرنوشت میدونن از این بیتا لا لا واقعا سبونم زود قد شد چه چمزم؟ آره خالصه این بهترین چیز داره بزن بهترین نوع ترکیه. بعد بیرا هست ترکیه بعدی. خب آهنگساز علی سورنا و دهخان. ترک پنج بیراهه تو بگو با علی سورنا و دهخان. آهنگساز علی سورنا و دهخان. بیراهه نیست بیروانی طرف برگاه زخم شرر ما میزنه به شرف دار مشم خطر تاریخ توی قلم ما نه تو نیستی طرف ساد زدم پام زخم کمر دار و تنابه اتصال اونالی تو خره دار تو خفا پیچی دور کمر مانی که با بله تموم میشد طلع ما طلب قدرت شد سمر دامو میخوایم اما پدریم حالا یکی پرته یکی طلب رسیدم به شرف تو قلم خامی که وسط کبیر میده خبر باک آخه تازه عادت داد کاش کش می اومدی تو چه قمر چا کشیده بگو زخم هنر و نبر کاسته بیم و تیزی می ساختیم از طلب داد واقعیت همینه که نرم آیندم از تب داد تو خطر خاک با این امکان کم که نرم بگاه برم به پرچم های قدرت رو بکشید محکم به دهن شانس جغرافیا پرسیدم اونجا کجاست یه قطار چسبیده بود واگاناش تو گفتی از تشت رو تو آرزون جا گذاشت شاری اسمش رو کنار رو جا گذاشت یه ناکامی عقب کام سرانه شد تو جنگ قبله ها یه لیوان تراژدی رفت علل صبحایی نکرد و همون تبش های نفس داستایی تنکار خونه های شرک ما رو محکم ایش خبر داد با شهری نبر یاد نگاه تمین رو میگفت توی روز دفت رفته حالا علی از زخم پاد و قتل سارا قبل مرگش اماسه نظم آواز بردگی از بی خوب و مرد ساز مامان خونه چاک برداشت با دهن باز من ترک نکردم فقط زدم به چاک نامه رو میخوندم عقب تاریخ هیچ فرمولی نهیده که نور باد گل میباخت به دقل خار همیشه خدمت نصیب خدم هاست گفتم فکر کردی رویا بیمرگه صدفه بدون مرواریم سنگه به وزیر مامان مرواریم مرگه تو بیرحم گفتی دنیا بیرحمه دنیا بیرحمه پخ شدن گلها به چرد سقوط شال سرخابی رنگت اما باز نفس کشیدی ویرونی تو صورت تموزن دیرونی شد که با دندون کشیدی زخم شرف تموم قدم بیرونی شد هزار بار زد واقع ما رو ما بلند میشیم بار هزار رو اونه ما چیزی غیره این نبود که بفهمی که میچرخونه سایه ما رو میکشیم به چاپای هجار که شعر بکنیم بارش دار رو بیا بیرون از قاب زبان کدوم سال غزت خانه ما رو چیدمان هایحتش شده بعد ببینی حاجی این یه سری چیزای یه سری حرفای شبیه هم میزنه خب هدفش اینه چون هدفشه که مثلا سرنخ به دست سایه کردش مثلا تو هنر ما چیزی نیست جز اینکه بفهمیم کی میچرخون سایه ما رو تو تا قبلی گفت من عاشق رول سایه هم بدون اینکه بخوام بدونم کارگردان آره. چند منظور داره یعنی که آره خط فکر چند جا گفت نه بابا مثلا توی خط همین آره من اسم کنم اینجوریه فضای فکریش اون موقعی که تکست رو داشته می نوشته با مثلا کلمه هایی که داری لغاتی که دم دستش بوده یه چیزی یه چیز مشخص بوده نه من نظرم نیست مستقیما داره آخه من این میشه اینقدر بعد تئاتر سایه ها هم باز آلبوم قبلیشه یه شعر تو طرف های جلوتر یه اون چیزی داره که رد نشون آره زود, زود داریم بذار چیز من حس میکنم این شعر صرفا یه چی میگن تلاش واسه مبارزه اجتماعی کلمه درستیه تلاش واسه مبارزه تلاش واسه مخالفت با وضع حاضره و تلاش شده تا جایی که میشه توی توی سانسور شه آره سریع بگی بره ولی جدا از اون یه ناامیدی از وضعیت حاضر و یه به همراه یه ناامیدی از تمام گزینه‌های جلوی رو وجود داره میتونه چون میگه نه تنها از بد بودن وضع حاضر داره میگه از اینکه من تا حالا اون دیگه دارم یه نامه‌های قدیمی خوندم میگه که تو طول زمان مسیرهایی که میتونه جلو راهمون باشه از جایی که از نقطه‌ای که الان هستیم هیچ کدومشون خوشایند نیستن آینده‌ای که تصور می‌کنم برای ما
حس میکنم یه چیزی رو داره میگه. صدای منو فکر کنم خیلی کم داره. ریکورد میکنی؟ نه داره ریکورد. آقا چه تر قبلی بی صدا رفتیم. آره تر بیشتر بی صدا. دستور اونجور بود که نمیتونی پخش بکنیم. دیما یه کاری کرد که. تاک بعدی. رقص. هو رقص گنگ. رقص. پرانتز پیچک پرودوسر سعید دهقان. این که در کنار محتوا فرمش هم درسته بیداره بهش میرسه. آره فلوش خیلی متفاوت بود با موزیک قبلی ها. اینش خیلی خوبه. بریم این رقص. بینش زدی رو زنگ سرما آتیش کشیدی توی جنگ سرما کشیدی با چه قوزی تو ما دستت رو پاک کویدی شیشه خونه ها شکست توی خنده به جنگ موی دماغ خونه ها عدسه سنگ پاک کویدی با چشای بسته چه رفتی و خونه شایی شکست لغزش رو رد کردی ندیه اینجا بعد بیراهه نه بیراهه لغزش رفت دار گریز از نکست بیراهه رفت من تو تاپ رکسم ایچی کس نمی کردی اصل ماده واقعیت بسته چه رقصی رو خورده شیشایی شکست نمی کردی اصل ماده واقعیت در آغوش گرفته بودم یال تو تو با فشار رقصیدی توی من سیال و رقصیدم پشت رقص سیال تو از دراست خونه های دست نامه ای رقص کنونه دست های زنی مستلب رها شد مثل دست مال و کاغذ آب چقدر سین و زه داره توشه کجا گرفته؟ اونا رو واجرایی هم اضافه کرد تو کل تکسه زنه؟ باراد نشه واجرایی شد من میگم چقدر سه و زه سه و زه ست نرسه باراد میگم باراد نشه حرف حرف زشته باراد نشه نبا آم تو زدی آم تو کار نمیگم تو با تو میزدی رو زنگ سرما آتیش کشیدی توی جنگ سرما کشیدی با چه قوزی تو ما دست رو پاک کویدی شیشه خونه ها شکست توی خنده به جنگ موی دماغ خونه ها عدسه سنگ پاک کویدی با چشای بسته چه رقصی رو خورده شیشه های شکست نمی کردی اصل ماده واقعیت در آغوش گرفته بودم یال تو تو با فشار رقصیدی توی باد سیال و رقصیدم پشت رقص سیال تو از دراست خونه های دست نامه ای رخص کنونه دست های زنی مستلب رها شد مثل دست مال و کاغذ آب و ساده ای زهر مرخصنده های ارکست واقعیت رخص می شدیم و رخص می شدیم تو تو چادر سیاه شب قرخ می شدیم با موج خروشان تیرگی مقابل من آروم می افتادی توی ساحل من با تو دیدم که مرگ بس می کشیم که من قروخ که تو بازم نفس می کشه من آری به زندگی رو با تو فهمیدم این که این بار زنگی رو زخ سخت می کشه دنبال تاریخ بگردی دست و پای زخمی آهنگای ما دنبال تاریخ بگردی شعرهای واقعی باورای ما دنبال تاریخ بگردی سایه های زیر و سکونت ستم دنبال رقصنده هایی که رقصشون گلول است به صورت ستم دنبال تاریخ بگردی که قدرت نداره اعتناب رقص ما دنبال تاریخ بگردی صحنه های وهم خواب پا به رهنه ها و تو از هر شهر و هر صدا که میای به سمت زندگی واقعی یعنی مبارزه میون خورشید و وهم سایه ها دنبال تاریخ بگرد رقصیدیم تو این جهان تنگ بنا شده این ارواح مکروه مردگان رها شده با گوشه چش نگاهمون میکردن آجرا تو استخون بی جون خونه های فقر وقتی که باد جدایی آغاز شد آخرین استکان که دست ما ساز شد من از پشت کشیده شدم توی طوفان من پنجه ها مشت تو پنجه ها باز شد از اون روز که به سایه ها جدا شدیم مثل همه همسایه ها جدا شدیم تو جبونه یک کوچی شونه حال زندگی که تو روز تقسیم شاخه ها جدا شدیم هوای شاخه من شک شد دور از شاخه تو شاخه من تک شد تا آخرین لحظه رسیدی به بودن تو فهمیدم درخت این نازل پیچک شد دنبال تاریخ بگردی دست و پای زخمی آهنگای ما دنبال تاریخ بگردی شعرهای واقعی با بیت آخرش که تموم کرد چی بود؟ تا لحظه آخر که چی؟ تا آخرین لحظه رسیدی به بودن تا فهمیدم درخت این قافله پیچک شد منظور چی بود؟ تش رسید؟ من تو تک شد تو بیت قبلی تک شد بیت قبلی گونده من نوست نکو من یک چین برگیت هارت فاکر من احساس کنم که نه اوکی نه سخت از اون روز که تو سایه ها جدا شدیم
مثل همه همسایه ها جدا شدیم. همسایه ها همسایه ها نه چرا دیگه جفته شده قبلش همسایه ها مسایه ها میشه نه واقعا میشه ولی خب منظورش همسایه ها قبلش هم سایه ها همسایه ها نه همسایه همسایه ها دیدی جدا میشن بالاخره نه اون که میشن اهمیت نداره مجبور هم از کارش میبره اون اهمیت نداره که حالا همسایه ها جدا شن همسایه منظورم که کسی که سایش میگه کیه آره دیگه مهم خیلی مهم همسایه ها خیلی اتفاق بدیه نه من اوکی تموم شد موزیک یه همخوان دیگه داره فقط دوباره تاریخ بگردی سایه های زیر و سونت ستم دوباره رخصنده هایی که رخصشون گلول است به صورت ستم دوباره تاریخ بگردی که قدرت نداره اعتنام به رخص ما دوباره تاریخ بگردی صحنه های وهم خواب پا به رهنه ها و تو از هر شب و از صدا که می آی به سمت زندگی واقعی یعنی مبارزه میون خورشید و وهم سایه ها تو مال تاریخ بکرد من مشتم باز میشه تو مشت گره نه چیزی گفت نکن یه چیز در مورد در مورد صحبتی که در مورد این اثر جایی میکنیم بگیم من یه کیفیتی اثر هنری و از افکار جالبی که تون برمیانگیزه واسه خودم میسنجم خب اینکه چقدر یه اثر هنری باعث میشه راحت ترین چیزی که میتونم توصیف بکنم این سرسه عامل های دیگه هم هست ولی عامل اصلی که بهش فکر میکنم تو نگاه اولی این چیزی من توی این شعر دوتا اینکه مخاطب چه کسی هست رو سورانا صد درصد یه چیزی تو ذهنش داشته که مخاطب این ترک چه کسی خواهد بود واسه اون زیاد اگه بخوام دنبال نظر سورانا بگردیم اصل مطلب رو گم میکنم تفسیر ما قراره اون تصویر نهایی رو شکل بده دیگه تصور ما از اینکه مخاطب چه کسیه من این مخاطب رو یا خود قدیمی در نظر میگیرم یعنی خود قدیمی که توی یه بازه زمانی باید باش مواجه شی بذاری تو عقب یه چپتری از زندگیت یه چپتری از شخصیتت بذاری تو گذشته زندگیت باش خدافظی کنی 100% خوبیاش و بدیایی داشته همون سایه هایی که دارم داشت صحبت میکنه و در کنارش میتونه این صرفا به یه مکان فیزیکی هم وابسته باشه به یه شهری که گذر ازش فقط سخته ولی مجبوری این تصمیم رو بگیری و یه موقعی اون بخش از زندگیت که وابسته به اون نقطه فیزیکیه رو پشت سر بذاری و وارد فضای جدیدی بشی این طرح که سوم تو گرفتی از این طرح که همه نه اساس کشی میگاه آره آره همه چیزا برداشته که دارم آره دیگه یه چیز ولی صد درصد درست میگم ولی خب این سورنا نمیدونه ولی از جایی صد درصد درست آره من چون اسمش هم رقص بود اصلا همون اول ورسی 1 شروع شد فکر کنم داره راجع به یه جنس مؤنث صحبت می‌کنه آفرین آره. من اول فکر کردم برنامه عوض شد آره اصلا این کوروسش آره تو کوروسش مبارزه خواهی و دعوت به مبارزه آره آره اصلا رقص بود و فلان اینو گفتیم داستان اشغاله بعد دیدیم نه کلا کوروسش هم سفر کرد تو ورس آو برنامه جنگه کوروسش خیلی باحال بود به نظر من آره حاجی اصلا اون دیگه آره کوروسش خیلی باحال یادم نیست ولی اینکه هر جملهش به دنبال تاریخ بگردی چون میشد بعد ادامه جمله هی بود خوابه خوابه جالب بود باید شده سیتکی بعدی چیه؟ دنبال تاریخ بگردی باد پیچی تو مزرعه مثلا لیگ شورفست باش باد پیچی تو مزرعه گندم ترک گندم از رو نمیشون بخونم کاورشم شاخه سایه شده دست دو تا آدمیه که دو دست همه هم سایه ها به هم میگم از زمان اینا هم سایه هند و تو بگو نه خیلی مهم نیست تو کاور میگم تو کاور شاید سایش دو تا آدم هم دست هم میگه ها راست میگی کمکی نمی کنه بسیاره پیشیده تر میکنه آره یه مجهور اضافه کرد آره اینجا من استراحت داره یه تشبیه زد تشبیه با حالی هم آره با حال میگم هم سایه حساب کنی هم سایه بالاخره جدا آره جفتش جفتش این تقریبا یه مفهوم داره جفتش هیچی ازش نمیفهمی جفتش سخته ولی جفتش جدا همه اش سخته آره اگه نگم جدایی همسایه آره 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 گفت بعد از سایه جداشی مثل جدایی همسایه هایی که بریم باز بیچی فرستا لیریکو آره 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 چون ما گفتیم لیریکو رو بفرست آنه من نیما بگیم نیمازه بودیم آره ولی اعلام این
میکاد که این بیمزه بود، این خودش خیلی این بامزه میکنه. یه فرمولی داشته نگو دونه این فرمولو. آماده ایم الان؟ آره پیچید تو مزرعه. چقدر از تشبیه استفاده میکنه؟ خست استعاره و تشبیه. این تو آلبومش امروین هم بوده؟ بیتش؟ آه بیده هیرونه. این هم یکی از اون آهنگای بیته آلبوم استفاده کرده. نه اینم کدی ترکه آشنا صفحه من آلبوم شده. باقی چی تو مزرعه بگندم پشت زمین های خونه پدر بزرگ اینجا کبیره گرم خوش سخت بزرگ گفتم یادتون ببخشید وسط اول تکرار کنم ولی مثلا این کبیر رو هم توی فکر کنم داراب گفت هم توی آلبوم کبیر موزیک قبلی با لعنت به کسی که تو کبیر میده ندای باغ چی خبر از باغ یعنی چی رو آره. آره خیلی میگم لغاتی که استفاده میکنه یا با هدف یزدیه تو اون زیسته دار آره باغ بدونم آره باغ شبه که به یه جایی میرسونه بیستفیده بود خیلی لذت دارم بسرم باقی چی تو مزرعه گندم پشت زمین های خونه پدر بزرگ اینجا کبیره گرم خوش سخت بزرگ گفتم یادت نباختی برامون به گندم و سود سود تک ساختی برامون اومد یادم اومد یادشو ساخت سود سود تک و بازم نباخت بازم نباخت بادم نباخت گندم ها میرخصیدم اون بازم نباخت پشت به من بود وقتی برگشت دیدم چشماش درخشیدم ولی بازم نباخت زندگی گاهی آرام میکنه سعی کن آروم باش و متین صعود کن به عمق رها شو مثل نفسای عمیق رهایی فرار نیست باشه هر گره یه شیوه یه مبارزه است این روبرو شدم یعنی رمز واقعی دلش فراری از پناهگاه متنفره با پیچی تو مزه گندم گرم شدم من همه سردو ایستادم احساس از حضورم گذشت عشق درد و شرس فروبم شکست با پیچی تو مزه گندم آزاد شدم من همه دردو مرهم گذاشت زخهای بازم بروندم به قعر سقوطم به زخ این منم یه انسان سخت که دنبال صحنه میکرده جاری تو پهنای مرگ گرچه میترسه بدون لحظه ای وقفه به سمت آینده اون گلوله ای که میشه شلی کرگز به اصله بر نمیگرده خود تنه تو بیاجی این هم داره هم مفهوم برگشت گلوله بسته رو با گیچی برمیگرده در انتهای هر زمستان که دست ها و ساقه ها غروب می کند آخرین انار دنیا به روی سنگ فرشی از جنس خون غروب می کند در انتهای این تباهی انتهای این هوای بد داره هر رو می خونه در انتهای هر زمستان که دست ها و ساقه ها غروب می کند آخرین انار دنیا به روی سنگ فرشی از جنس خون غروب می کند در انتهای این تباهی انتهای این هوای بد انتهای کوچه های یست بومبست ها غروب می کند در انتهای تنجان غروب می کند در انتهای شبچه ها غروب می کند در انتهای فرق هم غروب می کند و در انتهای آخرین رد و آخرین ستار آسمان غروب می کند و باران غروب می کند سواران غروب می کند نامداران غروب می کند تیرهای چوبی از توی شونه های بردگان غروب می کند در این سرا سر قرق تباهی آفتاب و آفتاب گردان و مزرعه های سرگردان غروب می کند اینجا که فقباره ها جعل آبن آبشاران غروب می کند مثل تو که آخرین لند سرخ قامتت از میون دست های خالی ما به روی بومی از خیابان غروب می کند خیابان غروب می کند این منم یه انسان سخت که دنبال صحنه می کرده جاری تو پهنای مرگ گرچه می ترسه بدون لحظه ای وقفه به سمت آینده اون گلوله ای که میشه شلی هرگز به اصله بر نمی کرده
خیلی کم از این فهمیدم. ببین به نظر من آره چیزی که اصلا بهش فکر نمیشه داش هست چیزی که توی ترک‌های قبلی اتفاق افتاد همون بحثی که نمیدونم جلو دوربین کردیم اون وقت نصف بعد بیشتر واسه اون اومد کرد این چی میگن حفظ ظاهر در کنار حفظ معنی و خیلی خوب جلو برد تو 6-7 ترک قبلی اون ترک هفته چند ولی اینجا به نظرم یه خورده ظاهر فضای معنی شد یه کماره به نظر من ظاهر فضای معنی شد مخصوصا ورسه تو من چون ظاهرشو خیلی دوست داشتم بعد معنیشم خیلی نفهمیدم برای همه معنیش آره گور پدر از دیگه ناراحتی من فقط کاراسشو فهمیدم کاراسشو ببینم یادم این منم یه انسان سخت که دنبال صحنه میگرده بذاری لحظه وقتی مثلا تو آینده اون گلوله که نه من از کام کاراسش روایتی تاثیر داشت یعنی اینکه میخواست چی میگن داره توی ورس اول این خیلی دارم دمش داره چیز میکنه دیگه میگه منم یه انسان سخت به دنبال صحنه میگرده جاری تو قهوه مرگ دارم به سمت مرگ میرم چه میترسه ولی نمیتونه برگرده آفرین آفرین تشبیه نه این باز میدونی کلیت معلومه شاید یه سری تشبیه آره کلیتش معلومه همون آخه دیتیلاش خیلی میرفت داره ولی اسمم یه بسیاری مثلا واسه روایت رو بیان کردن که بفهم اینو واقعا اول من نه کلیت و نه جزئیات هیچ نمیدونم اون چیز بود استاد یه گرازه اون نمیدونم آره اون یه درک داده بود 50 درصد باتریمو کشید نوعی فاس بود گراز صاف میدود نه گراز خوب میاد سخت هم میاد چیز عجیبی بود مثلا چرا که تالما اول یادم رفت من نفهمیدم دو داشت تو فهمیدی چرا دیگه چی من قرصش نه فهمیدیم نه همون موقع یادم هر خوب از این میگذاریم میریم سراغ ترک بعدی بچا ترک بعدی قلب های آتشی حرف داشتی بگو آیا نه آقا این شیجا نه بگو نکش بابا بگو اون کمی راجع برساسی چی نمیدو آره همون تو هم بسیم تجربه نگرم آها اینو میخواستم این توی ورس اولش بهرام رو حس نکرد نه که جمله هم هست بکتم شبیه نبود با بهرام با شعرهای بهرام حس نکرد نه من خیلی حس کردم شاید میکس و مستر شعر تنجیزی که رد نداره شاید شاید کابرش شاید غذایی که خوردن یکی صدا شبیه هم بود پرودیوسر نجوا نجوا آن دو بیت خواهیم دید هیچ فوتبال بازی نکن ریاکشن ویدیو رو هیچی هم داره ولی مرد و دردش تو زخم کوچه و دل خون آواز دری که بوی هوای پاره میداد یار وار دستش مرد بیدهنی که دستش آلو دست به خون تقدیر تو آخرش به کوچه چرخید فقط پایا رو برای ادامه میخواست شاب پای مرگ و به تنم پاره میداد میافتاد روی زمین میرفت واسه کوچه بعدیش مگه میشه یادمون برسونده تو سمستون سرما چطوری پوستت رو ترکوند سوز آتیش بدتر میبرید که چسبیدیم برم سردتر میشدیم سرما روح و لخته کرد دهتا وسط پوسته همون عقصه کردیم روی منجمده قرن سرد یعنی کنار هم دنبال هم بکردیم کی با ما چی کرده از زیر که نشده تا رو به هم بچرخیم اما قلبای آتشین قلبای آتشین زندن تو صورت سرمای آهنین سرمای آهنین سرمای آهنین زنده است تو صورت قلبای آتشین اما قلبای آتشین قلبای آتشین زندن تو صورت سرمای آهنین سرمای آهنین سرمای آهنین زنده است تو صورت قلبای آتشین عشقی رو اضافه کرده یه جا نمیشه یاد داشتم مثل کپکات کنه تازه دره اومد حریفه حریفه I mean, you're the right
من پر از خشم و پر از سیاهی، پر از جزارت و بیگناهی، من پر از کردن سطر از بزر سنگ، من خنده ی رنگ، پای شکسته ی بچه مرگ، خون دل به بسته سر، دابر قله به زیر کوهم، من پر همه درد بودن، تو میرسی من افتادم روی خاک و قامت دور، من میخواستم رو زمین به سمت تو توی دامنت خون، سینه خیز، میکشم و شیب تیز، رسیدم به ارتن ما هر بار میرسم دورتر میشه حضورت میزنه ایستادم من پا به پات سلام تو کولا به جنگا کنارا میگی رسیدی نشن پرواره ها میگی این در راه سخت رسیدن به قلبای ما خوبه قصابی سنگین از جر باز خالیشو کنی از سلاحت من نگاهت میکنم بال میکشی باز میری بالا از خواهی میکنم از خواهی میکنم نگم یادم میره داراب بود میگفت بین دار دختر و پسره یه در رست خلی بشو داراب ها؟ بین شهر پسره و داراب آره الان اینم بین رسیدن قلبای ما یه در رست الان واقعا اشاره به اون داره یا اینکه من بهتیجی میکنم مخم داره میسوزه واقعا من یه ارتباط رو پیدا میکنم میخوایم کمی نگاه کنیم به قضیه یه تکید عجیب غریب هم روی کلمه یه عدسه وجود داره و کلا فضای دلو و لکل بلا عدسه رو گفت ولی تاکیدش کجاست؟ توی همه تکلیف یه بار کلمه عدسه رو به کار بود بود؟ آره تکلیف قبلیش در مورد موی توی میگفتیش خونه موی توی دماغ شهره که عدسه میکنه این چیزی داشت مطمئن آره آره نشده تو برسه یکی همه یه ترکاش داشت؟ نه تو یکی دو بار دیگه هم استفاده شده سایه رو تو همه داشته تا الان دلیل میگم یه سری مفهومه که داره تکرار میشه احتمالاً یه ربطی داره که من نمی‌فهمم بعد یه چیزی این دره کو یه چیزی هم گفت به جز در قبل از ذره او هایلایتو بده من اونم نگاه اول مثلا این ترک هیچ حسی تو اون بر نمی انگیزه هیچ به آره. سمتی منو نمیکشونه واسه من اگر تر قبلی من حرفی نمورش نزدم اینو قبلی من تر قبلیاشو نشیده بودم مثلا یه سری حرف داشت شنیدم من خیلی در قالب آه هر بار میرسم دورتر میشه حضورت هم ربطی به اون تالاره نداشت ببش کن اون مجروره میکنه از من ریس کیه چیه خیلی گوهیم شکر بوده به چیزی کنه یعنی میگی عجولیم باش نه میکشم شیبه تیز رسیدن تو رو همه درده بودن تو میرسی من افتادم روی خاک و قامت دور من میخوزم رو زمین به سمت تو توی دامنت خون سینه خیز میکشم شیبه تیز رسیدن به تما هر بار میرسم دورتر میشه حضورت میگذره ایستادم من پا به پات سلام تو کولام جنگا کنارا میگی رسیدی نشن پرواره ها میگی این در راه سخت رسیدن به قلبای ما خوبه قصابی سنگین از جر باز خالیشو کنی از سلاحت من نگاهت میکنم بال میکشی باز میری بالا کولم افا میکنم خالی میکنم به دنبالت میام حاجی تو کولاش دست بریده بود و موی مریم بود دیگه تو این یه چیز دیگه نمیدونم تو این کجا بود بالاش گفت تو کولت سلاحه ولی سلاحش چی بود نه سلاح هم تو کولم جنگ های کنارم قبلش یه چیز راجب توی کولاش گفت ای بابا بابا ورودی مغزم هم محدوده دیگه یه سری چیز واردش میشه دیگه آره اینا دیگه من فقط یادم تو کولش همراهی باید یه پاورپوینت توضیح نموده رو شما سختش کردید اف یکو بدن این سال الان برات پیداش میکنم من گوله که خالی میشه از اصله مثلا همون کورس شعر قبلیش بود من نمیدونم زیادی بود شما خودش از آخر و اول بود مثلا میدونم یه ریاکشن ویدیو ورژن دو ریمیکس ریاکشن ویدیو رو باید بدیم از آخر و اول میشه بود دنبال چی ایده داشت تو کولش چیه؟ همون هست دیگه گفت دیگه جنگ هم تو کولمه داره میگه دیگه پشمام شاید آره دیگه یعنی خاطراتش جنگ فکری اون چیزی که اینه که از عقب اینو میکشونه و خاطراتش و افکارش و آره دیگه همین شده جنگ خودش یکی اون داستانی که در مورد راست میگه دستا بود که آره بود رفت اونا بود رفت به یه سمتی یا بوه بچه آره. کولشو خالی میکنه و میره دنبالش حالا دنبال کی نمیدونم سلاحه چی بود؟ از جرم باید سلاحه. خالیشون کنه از سلاحه باید اینا رو به جرمی تشبیه میکنه که تو رو سنگین میکنه و
آره دیگه خاطرات سنگین باید شل کنی بری دنبال زندگی جدید اینقدر سر کنکورم تو ادبیات فکر کردم آره واقعا رب داره حاجی من بهتون میگم همه راجع به اساس کشی نیما خوندن حاجی علی سورنا به هزار لیتان را جدید داشت یه موقع که من داشتم جهده ای میکردم داشتم پلن نحوه مشروع شدنش رو میچیدم آن فقط فرشاد من آلبوم به آره اینجور میسی فقط فرشاد باشه که علی سورنا هاشون رابطه نزدیک داشت از اولیه به هم آن پولی نیست؟ نه نه بلیه موقع دبستان بودیم از اون موقع پیشم دیگه برش نمیم چیزه بریم مثلا این آلبوم آلبومی نیست که بخوایم دونه دونه طرح رو گوش کنیم و نظرم راجش بیان بکنیم و صدرت این آلبوم نیست که دور هم بخوایم بشینیم ریاکشن بدیم کاری که میکنیم صرفا برای نه ولی جالبه آقا آره آره اینم جای خودشو داره ولی آره ولی میگم کلا بعد بشینی یه بار صفر تا صد رو گوش کنی یه تصویر شکل بدی بعد بشینی تک یه درکی از این ترک و ترک قبلی اصلا ظاهرش آن کردی اصلا این صرفا شعر فارسی شعر سخت فارسی بود آره شعری که هیچ کی نفهمه یه فارسی بود البته توضیح تکمیلی آلبومشه این که ولی نه واقعا تقریبا شدیدا به نظر من فدا شده بود ظاهر دیگه و این صرفا یه سری شعر ادبی داره آره نه لزوما تو مسیر عامه پسند اینجوری نیست که ندونه و اینو یعنی به این اشراف نداشته باشه خب اون چیزی که داره تولید میکنه عامه پسند نیست آره نه میدونه ولی چرا اصلا اینا رو خیلی جالب نیست بهش وسیله ای واسه بهتر ارائه دادن محتوا شد یه چنین چیزی آها نه من میگم بس داشته باشی تو بگی فلان ترکش اون ترک همون صحبت هیچ کس بعضی وقتا هم آدم باید ترک بد بده نه من بحثم اینه که خیلی وقت نذاشته واسه فرمش بیشتر رسیده محتوا نه اینکه از قصد فرم بد داشته باشه نه آره تو واسه اینه که از قصد یه فرم غیر عامه ولی نه من میگم مثلا فکر کن تو مثلا میخوای یه فضایی به تو میخوای مثلا کثافت رو نشون بدی خب تو با فرم قشنگ کثافت نه نه با تو دو تا حالت وجود داره خب تو این موقعی کثیف بودن رو توی فرم زیبا نمایش میدی واسه اینکه به محتوا عام برسی موقعی کثیفی رو توی فرم کثیف نشون بده کثافت نمیخواد نشون بده فرم کثافت نمیخواد نشون بده نه میدونم چی میگی فرم کثیفی که شنیدنش لذت بده به تو میدونم نه 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 لزوما حتی اونم نه میدونم چیزیه که تو دوست داری بدت بیاد ولی اینجوری آره بعضی اثر هنری رو صرفا به خاطر اینکه دارن یه چیز زیبای خوشایند گوش میکنن دریافت نمیکنن زیبا رو نگو خوشایند خوشایند هم میدونست چی مونه مثل اینکه چرا فیلم ترسناک و من خدای بزنیم مثال مثل اینه که یه فیلمی که در مورد مثلا چه میدونم قاتل سریالیه رو واقعا اندازه ای که زندگی یه قاتل سریالی حوصله سربره حوصله سربره بسازی برای مثال فرض میکنی حالا حوصله سربر نیست چون نه مثالت خوشن نه آره مثالت خوشن ولی فهمی چی میگم دیگه فهمیدم و قبول ندارم ما متوجه هم ندارم خوب بره حرف جدا رو قبول دارم ولی ارتباطش به این و نه ولی طرف درست راستگی مهمه اصلا دیگه بی رفت حالا اون اول نه ببین میدونی مثلا چی مثلا اینه که یه ترکه تو میخوای فضای کثافت رو نشون بدی توی فرم کثافت و قابل گوش دادن باید ارائه بدی نه لزوما اول که دلیل برای تولید اون وجود داره خب تاجی ذهنش مثلا بخواد عمدا این کارو نه دیگه آره بعد بذاره که نه بعد میرهش 17 تا ترکه دیگه در میره یه جایی نه فکر میکنی یا یعنی در رفته از مثلا تو آمار در رفته ولی اوش در بره میتونه نذاره اصلا آره 18 تا ترک کم نیست که بخواد نتونه داستانش خالی میمونه داره داستانشو تکی میکنه داستانش یه اسم زده داستان نبود داستان چیه اول اصلا پس الان موزه ها چیه من میگم من احساس میکنم شاید آرزو خدا نکنه ولی الان مدعیه که من میگم که این ترکی که اونقدر دلنشین نبوده صرفا چون داره یه فضای غیر دلنشینی رو ترسیم میکنه واسه اینکه میخواد تا جایی که میتونه خالصانه اون فضا رو ترسیم بکنه داره فرمش رو با محتواش منطبق میکنه من احساس کنم داره از کلمات سخت برای توجیه کردن نه نه من به خاطر اینکه آشنا با ادبیات خب نه خب بس تمیز واقعا میگم دیگه یه اسم قبول دارم حرفی که تو میزنی ولی اونم قبول داره حرفی که داره خب برو شما تا کی ولی هیچ چیزی نمیفهمه که کی داره الان تنگ علی لغزشه اینا لغزشون قدیمه از بوی دهنم بده تشخیص ماریان علی دیگه بس نیست ماریان دلم یه زندگی میخواد با جاده این بچه توی بطری هست نیست ماریان هایی چه خفن شروع شده داره شروع از بوی دهنم بده تشخیص ماریان علی دیگه مست نیست ماریان دلم یه زندگی میخواد با جاده این بچه توی بطری هست نیست ماریان
هوا پس نیست باریان از همه زندانا شدم ترخیص چیزی نیم که زخمای رویاست غروب یا تیکر دنیاست میدونم تحیل حوث مریض میشه نفس عمیق اما سیاه چاده باز همه چیز خورد میکنه با هر باراش ما میمونیم باستاد صافته چهار را زندگی باز با نقا کی میدونه چیه باستاد خواب بری کی میدونه چیه داستان ما امروز رو جشن میگیریم ماریان تلخی ها رو رد میکنیم جشن بازگشت من به زندگی همه رو دعوت میکنیم با همه هم به خوبی صحبت میکنیم اینو کن میدم ماریان جشن پاکی ها با غاز رویاست میدونم غروب یه تیکت دنیاست میدونم یه ارتباطاتی بینم تو تاریخ کنار ما هنوز زنده هم ستاره ها هنوز هم میشه کودکی بود دست زد به چشای ما هنوز هم باید تناب و تاب میشه آمیزون شد از ستاره ها تو این تاریخ کنار ما هنوز زنده هم ستاره ها هنوز هم میشه کودکی بود آمیزون شد از ستاره ها هنوز زنده هم ستاره ها واسه من این صحنه غروره خوش اومدید به این جشن شکرو به سلامتی پاکیه دو تو پیش بزنیم قبل شروع پاکی یعنی جنگ و زور سیره تو فن و زخم غروره آی با سلی سب به چرون ماریان جان یه تیکه از زخم غروبه این چیز عشق نیست ماریان توی دنیایی که عشق نیست بندرم یه درد مشکی واسه مبروغی که بیکش نیست ماریان من یه نجات یافته از هزار این پاکی هم لصف نداره اینا نمیدونن چی زمین میزنه یه ایستادن این نده کس نداره خوش اومدی به جشن پاکی من این نزبه تو نزب نداره ماریان من هنوزم مشکوکم به اون کسی که مصرف نداره سقوط تم لفظش روده آبشار خطر ماریان جان یه تیکه از زخم غروبه توی تاریک کنار ما زمان نداره نگاه به ما ما این روح روشن های سال هاست که مردن ستاره ها باید هر شد صدای باد باید هر شد صدای باد توی تاریک کنار ما زمان نداره نگاه به ما ما این روح روشن های سال هاست که مردن ستاره ها ببینیم ورساش باحال بود به نظرم عجیب بود تراک قبلیش مثلا غروب آلبومش بود جدی؟ تو یه ترک همه غروبا رو آورد بعد گفت یه تیکه از زخم غروب جزئی از زندگیه آره آفرین اشاره کرد به کشتی روز روز جدیدشه که با انرژی اومد دوباره صبح شده ای این مایه ها ترک اسکیت اینا نداشتی مثلا ترک بعدی اسکیت بعدی اسکیت این اگه بعد اون بود قشنگ می‌دید شاید این غروب رو داره نشون میده آره شاید این تموم شدن چپتر مثلا بس چپتر دوم الان میپره بس بگم شروع ورساش با انرژی بود تشول میشد شاید داره نشون میده این غروبه این ترک این غروبه نه این روز بعده نه این غروبه دیگه تاریخ قبلی غروبه ورسشوش با انرژی شروع میکرد فست شروع میکرد فرش فست و آخرهای ورس شروع میشد داره هم دیگه احتمالا این غروبه قسمت این دمدم طولو نباشه من همیشه خواب بودم یادم میشود این روز بعده سهرخونه با انرژی اومده یه بار یه بار گوش رو سهرخونه یا نمیش کنیم از آبه آره میدیش اصلا باش بام از بوی دهنم به دلش خیست ماریان علی دیگه مست نیست ماریان دلم یه زندگی میخواد با جاده ای بچه توی بطری عبس نیست ماریان اما پس نیست ماریان از همه زندانا شدم ترخیص چیزی نیم که زخمای رویاست غروب یا تیکه دنیاست میدونم تحیل حوث مریض میشه نفس عمیق اما سیاه چاله باز همه چیز خورد میکنه با هر باراش ما میمونیم باستاد صافته چهار را زندگی باز با نقا کی میدونه چیه باستاد خواب بری کی میدونه چیه داستان ما امروز رو جشن میگیریم ماریان تلخی ها امروز رو جشن میگیریم ماریان من به زندگی همه را دعوت میکنیم با همه هم به خوبی صحبت میکنیم اینو کن میدم ماریان جشن پاکی ها با غاز رویاست میدونم غروب یه تیکت دنیاست میدونم این شبیه غروبه هنوزم میشه کودک بود دست زد به چشای ما هنوزم باید تناب و تاب میشه آمیزون شده ستاره ها تو این تاریکی کنار ما هنوزم نه ستاره ها هنوزم میشه کودک بود آمیزون شده ستاره ها هنوزم نه ستاره ها واسه من این صحنه غروره خوش اومدید به این جشن شکوه به سلامتی پاکیه دو تو پیش بزنیم قبل شروع پاکی یعنی جنگ و زور سیره تو فن و زخم غروره آی با سلی زد به چرون ماریان جان یه تیکه از زخم غروبه این چیز عشق نیست ماریان توی دنیایی که عشق نیست بندرم یه درد مشکی واسه مبروغی که بیکش نیست ماریان من یه نجات یافته از هزار این پاکی هم لصف نداره اینا نمیدونن چی زمین میزنه یه ایستادن این نمی کس نداره خوش اومدی به جشن پاکی من این نزبه تو نزب نداره ماریان من هنوزم مشکوکم به اون کسی که مصرف نداره سقوط تم لفظش روده آبشار خطر ماریان آجی اون
اون سقوط ترکیه یک داره میگه. بله سقوط ترکیه یک داره میگه دیگه. اونجا که میگه خالق بدون کشتی اون ترک ناخداش. آره آره من خالق بکنم. آره آره مغروب فلان. آره بعد بذار یه نکته دیگه گرفتم پشمام ریخت مغروب فلان معذور آجی انگار داره جواب یه سری سوال میده. آه یکی توی یه ترکش میگفت که من بدون نقاب واسه حرف میزنم بعد دور گفت وای میسه سر چهار. آره آره کجا میگه آجی اینکه معتاد الکل بوده و ترک اعتیاد الکل رو داره میگه درک کرد. پشت سر هم گفت زخم غروب غروب هم میگه از بونراست آجی. بعد آره آجی چون توی ترکش گفت که واسه من زیبایی ساز استکان. آره استکان دارم یه جشن پاکی من مثل مست نیست. آره دیگه با این قضیه مواجه شیم اول بعد بریم جمع‌بندی به صفحه اول بود قشنگ. همه ترکش اومد توی ترک. آره قشنگ جمع‌بندی کرد. و الان دوباره داستان جدید ادامه آلبومش رو اسکی تو گوش کنیم بعد ببندیم پارت اولو. اون شارژ داره اسکی اوکی شروع فصل اسکی پروڈیوسر نو در یارو که اینجوری شوس خور ادامه آلبوم برای کشون برای ادامه آلبوم با انرژی خیلی تمیز وایس 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 ببین اصلا همین که زاس تکس بده من جای نداره اوه هیچ چی نیفهم نه لیریک نداره تا هم اینجا بودم اینسترومنتاله همشو الان من دیگم یه سیگار پس بده تایمشه سیگار گذاشته استراحت کنیم بریم چه دوام آره واقعا گذاشته چون وارد فصل جایی همون تالار هم در بین بوران که هست این تالار دومه؟ هست واقعا دکی آجه بعد معنی داشته باشه اصلا شما اینو خب باز کنیم کنم شد همون میزنیم چون باید خب شده همه دیگه مستی میریز و آقای پاکی بود یا مستی؟ میگم یه الکل بریم نه چون کم ریخت داشت آب نمید کم ریخت تو زیاد شد فشارش کم بود مدتش شد زیاد برای دلیم من حس میکنم ترکی که کرد احتمال میدم دوباره شروع کرد نه من حس میکنم اون ترک یه روز ترک اول خب تیکه آخر آلبومه خب الان میریم تو تیکه اوج اعتیادش آخ شیشته ترک آخر میریم تو تیکه اول اعتیاد بیاریم از وارد آره نولانتوری آره سورناتوری یعنی الان وارد تالار دوم نشده فکر کنم الان وارد تالار دوم شد یعنی دوازده تالار سومش یازده عشق و این چیزا بود که همش داشت راجع به اینا تعریف میکرد حالا در باز شد الان وارد تالار دوم شده میخواد بشه فکر کنم من میگم تا اون گراز است که حالا سورنای وحشی بیاد وسط فکر کنم دوست سورنا گرازه نبود سورنا مردمی بودن که فکر نمیکردن نه گرازه نه دیگه اون راز سورنا مردم بودن که اینجوری گفتم گرازه حالا دیگه راوی نیست الان گرازه است تش میخوره احساس میکنم اون طرف یک وقت بدی میره نه بعد اینا آقا دوست هم بایدش بوش کنم بعدی اوکی بزن دوربین ازم شما آره بعدیش چه دقیقه میشه بریم سراغ پارت دوم آلبوم ترک گوزن پرودوسر علی سورنا و دهقان بریم
منم همون تیر شهوت پدر توی همه گوشی با یک کمون سرد که بعد تصمیم مادرم به سقط به تولد شلیک کمونه کردم. اما زندگیم نه تاس شد نه اتفاق، اما زندگیم نه شانس شد نه امتحان، اما زندگیم نه راز شد نه اعتقاد، نه نالیدم به چرخ زمون برگرد. از کودکیم سوز تیز میرسید وقتی قد منو به زیر میز میرسید، من کف کف خط بودم لیست میرسیدم، واقع بعد واقع پلیس میرسید. طبقه من همون خزون سرد بود که به امید یک قرون تنگرد شدم دانش آموز حروم شد که ازم شکار شدن تموم دفترا به نام ترس که حسار کشید و سار حسار که دارو کشید. من بی ست گلوله و جبر دبیر که خشاب صفحه چارو کشید، یه 16 ساله کرد لحظه باشه این فکر که باز دفاع کنه تا حمله باشه، این فکر که باز بیاره بالا توف کنه ولی نباسه ترس رو زمین سنگ بشاشه. این شد از زندگی فقط دادم رفت و کم کم برگ درخت ها رو یادم رفت، دستا میرفت تو جیب داخل کت تو سنگر کوچه ها اعتمادم رفت. حق و زده از پشت زبونه حق و تق واسه صاحب زبونه لقی واسه تیره مثل منای شروب هر درد که وزن قبار رو عرضی گردم. بلوغ بود و نبود قلبم اون روزه، بلوغ بود و تموم دردم اون روزه، کدوم کوچه رو واس میرفتم وسط وسط گرد بودم اون روزه. دیدم تب پر وهم میزنه به پیشونی همه دور هم، میشه زیر هزیون حق شب کان شب زیر گلوله سیاست با خفه کان جل. دیدم له شده تن توی من، له شدیم زیر هم همه دور هم، له شدیم زیر سنگر پر سنگ همه پر جنگ شدیم همه پر جنگ. دیدم هر شاخم محتاج لونه بود مگه میشد اون زندگی رو تا به خونه برد. تو آغاز جوونی آسمون رو دود، پرسیدم میشه درخت و از آسمون رو بود. آزادی فهم بود نه من فقط نه نان نان قتل فقر بود امانت جل، امان از این همه جوونه که گل کرد تو خلع و ما که خوابمون سبک بود افتادیم از گهوارهای تاریخ. اما روی صورت و صورتک ساختیم از زمین کدورت با دستهای تاریک. ما تو نشیب عفونتیم، ما روح سرگردون گلوله مرده ایم تو تابوت خشاب حاشیه زندان، زوال انسان و لاشه طبیعت، لنگ انگشت عقل رو ماشه حقیقت برای شلیک به سمت سایه. ما محکومیم به قتل جهل آینه، ما محکوم و مجبور آزادی و دردیم، آینه رو بشن. آزادی فهم بود نه امنیت. دقیقا من بزن دوتا بیت قبل نصف جهل آینه، ما محکوم و مجبور آز حکوم و مجبور آزادی و میشنلیک بزرد سایه نتیم. ما روح سرگردون گلوله مرده ایم تو تابوت خشاب حاشیه زندان، زوال انسان و لاشه طبیعت، لنگ انگشت عقل رو ماشه حقیقت برای شلیک به سمت سایه. ما محکومیم به قتل جهل آینه، ما محکوم و مجبور آزادی و دردیم، آینه رو بشن. آزادی فهم بود نه امنیت نه زامن که بالش گرم قفص باقه وش راز پروای نره های شیر و شیب تند دامنه های پرواز حادث ساز عقاب و ساده می کرد به میله های امنیت قفص و بشکن با قطعیت صدا که کل زندگی تکاب سینه. حاجی این بیتش خدایی 10 دقیقه تفکر نیاز داره. عقاب و ساده کرد به امنیت میله ها. آره واقعا باش برمون کن پشم اکثر بیتاش یعنی هر کدوم تا خود بفهم همین آدم تو میاد بفهم بیت بعدی میزن صورت از انت پروای نره های شیر و شیب تند دامنه های پرواز حادث ساز عقاب و ساده می کرد به میله های امنیت قفص و بشکن با قطعیت صدا که کل زندگی تکاب سینه است. انتهای زندگی ابتدای بیم است. من و تو حجمیم که زمان زاده، اسمو بلش کن اینا قرار داده. از چی میترسی زمستون تاریک بدون نور خورشید؟ باورش کن زندگی بیرحم و سخته و عدالت دروغه. مثل گوز باش که با شاخ حضورش تفنگو میکنه شکار غرورش. من و تو گوزنیم. آزادی فهم بود نه جنسیت نه زور، زن صدای بلند خطه خراب ماست. اما از این همه سجه نهان ما نتبار سیاه تازیانه های ما. این مادیان چطور 4 نعل و 4 گوش خون جا گذاشت؟ من و تو حجمیم که زمان زاده، قالب و بلش کن اینا قرار داده. تو اوایل جوونی که ساز من طلوع شد، این فکر ها تو ذهنم بنای گفتگو شد. فکر، نگاه، تغییر، حرکت حرکت اتفاق بعد تو نگاه من فرو شد. چگونه حمل کنه این قاصدک جنونو؟ خیلی ها تو این قسمت از سفر میموردن، اما
تازه واسه من شروع شد. من رفت میکنم مثل پل و سر صدا، این یعنی آغاز پل دوره ابتدا. تو انتخاب من انتخاب میکنم تو صحنه زنده باشم، نمرده به استقام از زندم. هنوز همین جرم منه، آزادی تغییر فرم منه. بگو با خشاب پر بزنه که زیر حبس هوای من صرف زنه سلات. منم طعم طبق زندگی که لب به لب پرم بچه ساقم و کف که تو کفتای شهر تن ساقم و زد. آزادی شعر و بیتو من یعنی انتخاب بین هروین و رپ. اوه بچه جورو به شهر و باش که ایستاده روسینه تو گروه به هر دو پاش. زنده باد عنصر انتخاب، آزادی مرگ بود به انتخاب من نه عمر. آزادی جنگ بود به احتضای حق نه ظلم. اگه روزی برسه که کندم بکنه زندگی میندازم اتفاق رفتنم. منم همون تیر شهبت پدر توی همه خوشی با یک همون سر که بعد تصمیم سخت مادرم به سقف به تولد شلیک کمونه کردم. شاید شلیک جنون شده باشه، شاید زندگی همون شده باشه، شاید تموم خاطره هم توی آیم ده معدوم شده باشه. اما از یه جایی من بودم و این انتخاب زنده با جوری که مصدوم شده باشه. من تموم میشم جایی که بیستم، نه جایی که سفر تموم شده باشه. های جی او جان خفنه چجوری تموم کرد؟ این به نظر من چیز بود، یکی از قابل داشت اونجای کار داشت؟ داشت اون کار داره عذیتش نکن. ترکی؟ حالا اومدی صحبت کنده داشت چیز قابل تکرار آه تکرار پذیر الان هستی چون میتونم یا نیستی تکرار پذیر نظرش هم بالا اخری کلمه ریپیتیبیلیتی ریپیتیبیلیتی قابل تکرار شدن ترین قابل تکرار شدن ترین ترک آلبوم بود تا اینجا اگه بفهمم چی دارم میگم. قابل تکرار یوری بگی چی گفتی؟ قابلیت تکرار شد قابلیت اینکه دوباره گوش کنم. آها 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 از آره آره خیلی بیشتر آره. چیز به من مثلا ورس آخرش آره کلن جمله هایی که میداد میگفت آره خیلی برداشت چی میگن خیلی حس به آدم منتقل میکرد. اسم چی میگن یکی از بولترین ترک های آلبوم میشه گفتی. آه اینو میخواستم بگم اصلا با توجه به اینکه آلبومش یه جوریه که این ترک قبلیاشو انگار باید گوش کنید تا بفهمید چی بیشتر بفهمید چی میگه حداقل با توجه به این جدا. منظورم این بود که جداگونه هم زیاد میشه آره. بشه. جدا مال میده به آره بعد ایسکاش آره ایسکاش شهر یخ پرودوسر سعید دهقان نه همون جواز ماد بشه نه با همون روی یخ بده اسمش چی بود؟ یخ ایسکاش شهر یخ خیز زرب ساکت قدمه تلخ و سامت این شهر تار هر بار دیده مرگا با چش مثل یه شاعر آواز خان صدای گربه ها اومد بالای دار تا بشکونه سکوت مرگ باره این رکود ترسناک و گاهی صدا قطاره با سود هایی شکستن یخهایی تو جوب این دیوارا مکیده بودن هوای سبوت و انگار نبود راهی نو بموندن یخها بناها رو پشوندن فقط یک آفت دور پیدا بود با جرقه تابله هایی نمی سوختش در کمی باز شد پستری سازی یه نگاه به چپ کرد یه نگاه به راست چمدون شعارون برداشت کرد سرش تو یقه های پالتوش دیگه وقت نداره حتی پوتینش رو تو یخ دراره میگه جاده واسه تو کلک نداره آدم تنها به رفتن شک نداره خودش مون روی ساک واسه زنه به چاک بارون یخ میزد میافتاد و ساکن میشد رو خاک میگه بالاخره میرم تو این قطاره وقتی مصدرت خود نداره میرسه به ایستگاه میشه خمار باید درگرده چون الکل نداره میره برمیگرده میره میره برمیگرده میره میره برمیگرده میپاشه میره برمیگرده میره میره برمیگرده میره میره برمیگرده میپاشه برگشت و خواست بره تو یه زن رو به پنجره بود یه زن با یه لباس خشک و خام و یه پیر مرد ایستاده پشت بار بازم رفتی خمارم به هر ترتیب اینجا چیزی واسه مصرف نده رفته بودم باز زیر سر هرچی واسه چی ساکت رو جمع کردی تو که میدونستی سب تحتیله و با خبر بودی ای یخ بندون خمارم کار نگشتم نیست نرو منو نگاه کن ببین دستان میلرزم اگه نرسه به من خماری رفتم قول میدم بمونم با تو خامی کردم اگه نرسه به من اصلا کار تو همینه بازی کردن اصلا واسه چی به تو باج میدم انقدر را میدم به قد کافی گشتم نیست زن رو به پنجره آنی برگشت بومرنگ بود توی دستاش پرد میکرد در میگشت هر بار جیر میکشید گاهی خش چاره چی از خماری رفت این شاره چیزی با هم بیا پس رفت طرف در به قفسه با مکس
دو تا قفسه رو رد کرد تا قفسه بعد و واکت که توش یه گوز رو جا کرده بودم و سلاخی شده با رنگ خون. زن کل کشی تاتیل از رخص یه گوشه خم شد پانی از غم. اون که شاره تو هم شاری از من پیشنهادم اینه میز و به چین این سوپ گوز ناشامی از من. یه شب ستایی داریم بعد مدت تا خوشحالیم از من. مرد خمار مزید کرد و دید که گیر کرده تو خفش راوی که گیر کرده. این قصه بین من و پیر مرده اینا نیست مناسب شام پیر مرد پوسی هست. تازه تو که میدونی من چقدر بیزارم اگه باز واسه شام پیر مرد بمیره خماری بدبخت. خیلی وقت رفته شادی هده فقط خواستم این شام ستایی ازت. راستی یه لحظه گفتی راوی خش همون که واسه بازی نوشت یخ بندون و بیابی نوشت. واسه من درد خماری تا پیر مردم هم این راوی نوشت. بیا بنازیمش توی صد یخ که اگه بره واسه این مطل بد داره یه شعر لجن خامو که بده به خوردمون گوزن شام. یعنی آملم من؟ آره تنه نه کاملا سب کن یعنی ادامش شام گوز. نمیدونم احتمال همش آخری راوی بود چی بود؟ یه سر بلند از مردم شهر پر از زخمی لبخند یه خط رو یخ پر ترکش رفتم فرار سنگر صورت های یخ زده تازیان خورده از جنگ. ایستگاه شهر یخ ایستگاه شهر یخ مردمی واسه کوچ خطر می کردن تو این راه های دور سفر می کردن مسافر این قطار راه پوچ روی ریل ها که بر می کردن از کوله هاشون یخ از جونشون زمستون رویده بود و هرکی یه شهر توی یخ بندونش. مرد خمار به ساکش نگاه کرد و نشست خیره شد به یه بچه که تیر میکشید دندونش. یه ترک چند یه بچه اسد راهو از توی میتونه کشید بیرون توی ترک توی پارت اول یه تیکه بود که بچه اسد راوی رو از توی یه رودخونه میکشه بیرون دریا از دریا یه جایی از توی آب غرق اون رو دشت غرق میشه. اینجا داره میگه که اینجا مرد خمار موقعی که به راوی اشاره میکنه میگه که همونی که بیابی و نوش همونی که فلان چیز داده نوش باعث بدبختی همون میگه که باید غرقش کنیم. همونی هم این فکر کنم قبل اون داره اتفاق میفته. گفت باید قردش کنیم یه تیکه این تیکه میگه که همون که واسه بازی نوشت یخبندون رو بیابی نوشت واسه من در خواهی کنم بیا بندازیمش تو سد یخ که اگه بره واسه یه مطنبت داره یه شعر لجن خام که شعر لجن خام که بده خودمون گوز شام رو پس قراره بندازیمش تو سد یخ یه چه این چیزی آن باید تو تک بعدی چه اتفاق میفته تو گوز چه اتفاق افته تو روایت کلی؟ گوز برش کن نفرست ببین یه لحظه بیت خالی از حرف نمیشد همه شهر 5 دقیقه و 22 ثانیه و میگم باجی اون یه تیکه کیبورده چی بود آورد زیره مثلا چ... حرام خیلی خفن اضافه کرد پلیکان نده او 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 پلیکان حتما میخواد جسد رو بیره بخوره مثلا حدس چیه؟ باجی نمیشه مرده احتمال از صد یخ میره باجی تو نه یه ها گفتی مرده میشه زن رو میسه اسکن رپ داره دوش گفت آره بچه گفت بیا بریم سمت مردا میام چیزی داره میره سمت کلا انگار همه اشخاصی که تو روایت حضور دارن از وجود یه شخصی شخص ثالثی به عنوان راوی اطلاع دارن میگم میگم اصلا خیلی چیزا به خیلی چیزا مرتبطه تو راوی با خالقه داره میگه حاجی آره نه نه نکن راوی خود اگه بخوام به خود سورنا هم بگیم راوی واقعا خالق این دنیایی که این روانش رو زندگی میکنه دیگه ریب اولش رو یه بری برو چیو؟ من خیلی دوست داشتم چیو اولشو؟ ریب اولی موزیک رو نمیدونم آها تو فصل پرواز پلیکان ها بعد دامنه ها سرمای خاکی بادم جا پوستو میتیار کن بامزشاش ساحل خواب رو دامن خاک بیدار شدن لحظه نگاه میکرد به آسمون قرد پرواز من زل زده بودم به شکار به یه قاب کدر به داه مثل دامه شعر یه سکوت بزرگ پلیکان ها وقت شکار پر اطمینان شب و کشتن اونا عاشق میشن نگرسنه اما تقدیر ساده بزشت جدیدن جنازه عشق بود یه نقطه زرد چشمک میزد پشت ابر بالاتر پرواز پلیکان من خیره شدم به این حفره رنگ به این پروازای عجیب بلند یه پلیکان ها گنده رها شد هوا تیره شد اما هون نمیرفت انگار گیره یه توم است ندیدم توم چی بودم ما کردم تموم شیرش و لمس یه نقطه زرد نزدیکتر شد پشت یه ابر بالاتر پرواز پلیکان من خیره شدم به این حفره رنگ فصل پرواز پلیکان ها نمیاد یادم که
یکی هستم توی وجودم، یه نشون دارم از قاب قدیم آویز اتاق، یه زن با چشای خالیه با مات نمیاد یادم، نمیاد یادم تو فصل پرواز پیکان ها، نمیاد یادم که کی هستم توی وجودم، یه نشون دارم از قاب قدیم آویز اتاق، یه زن با چشای خالیه با مات نمیاد یادم، نمیاد یادم. برمیگردم از تو راه گمم، از ساحل به سمت یه خواب پر از مه و هوا، پر از حاله و رنگ، خونه با ستونهای بلند، پنجره ها کفم پوش و سفید، تو هم خوابی ملافه های بلند، یه راه روی بی انتهای پر از مه، تهش انگار یه قاب خودم، مه میکشم به سمت قابر تو میکشم، هم مشگاه از پشت تصویر و یادم نمیاد خالیه، جای چشماش از دور داد میزد، داد میزد که نگاهم کن، کشیدنم اشباه از پشت سمت پنجره که گفت بازم کن. یه سیاره زرد در حال نظاره من، نزدیکتر از سایه به من، نخیره به این سیاه چاله رنگ، دویدم رفتم بیرون از در به سمت ساحل، تا نزدیک شدم قول موج ایستاده بود روی دریا، تو اوج مستی افتادم روی خاک، خبری نبود از پلیکان ها، دستای موج بدن بی جون تو داد با چشم تخلیه شدت، داغ‌تر شد سایه من، سوختم تو گهواره گرم، برگشتم به شعله نور، خورد به هم سیاره زرد، فصل پرواز پلیکان ها، ما ذره ها بیشماریم، ریه های انفجاری معلق توی هوای مذاب، نمیدونیم یادمون کجاست، نمیدونیم نگاهمون کجاست، ما درد بیشماریم، ما ذره ها بیشماریم، تو فصل پرواز پلیکان ها، ما ذره ها بیشماریم، ریه های انفجاری معلق توی هوای مذاب، نمیدونیم یادمون کجاست، نمیدونیم نگاهمون کجاست، ما درد بیشماریم، ما ذره ها بیشماریم. چرا اینو دوست داشتم؟ کلن هاچی داستان فقط باید بگی سورنا خیلی سشن هم بیتش رو هم مخصوصا موزیک قبلیش، این کلن داستان گفتن که کاری نداریم که کار خیلی باحال و داستان خوب گفتن سخته، این که این داستان رو تو قالب همچین فرمی با این همه قافیه های درست حسابی بدون ایراد میاره، به جا فدو عوض میکنه، به جا قافیه عوض میکنه، خیلی سخته هاچی این کار خیلی خفن این کار میکنه. اون داستانی که میگفت منو یاد مثلا جاها خشک و گرم میبرد. آره این ور سرده، خیسه. آره آفر مرطوبه. این من چه درکی دارم موقعی که اساس کشی میکنه اجدی چون تو پس زمستونه از تهران به آره با بزرم هم تهران خوش تو با بزرم شاد رنگی و اصلا دیگه جوریه بر من میدید چه درک میکنم ازش، خوش بی صدا برام باز اوکی تره. آره. نه خوش خورشیدی که نگاه میکنی دیدی مشکیه، بعد یه مدت مشکی میشه کور میشه گرگم نه خورشید مشکی نیمی بابا چرا اینجوری شد یا نه نه ببخش خورشید رو نگاه میکنی بعد یه جا دیگر نگاه میکنی اثر خورشید رو مشکی میبینی. آره. برای خب سیاه چال رنگی چیه؟ آره مثلا سیاه چال رنگ اینجوری ترسیم میکنم داره جواب آمده داره چیز سیاه چاله رنگ سیاه چاله چیه؟ یه جرم چگالیه خیلی یه چیز خیلی چگاله که جاذبه شدید داره. خب بعد همشون یعنی موقعی که سیاه چاله رنگ نمیشه یعنی یه نقطه ایه که هر همه رنگ های دور و برش رو به سمت خودش میکشه و از بین میبره. خب این داره در مورد ماب صحبت میکنه، اصلا سیاه که جمع همه رنگ هاش گرافیک هم همه رنگ رو صد کنی سیاه به دست میاد. اگه از این دید داری که خب اوکی سیاه و سفیده سیاه چال رو یه جایی که هیچ نوری نیست میگه. آره آره یه چنین چیزی سیاه چاله انقدر گرانشش زیاده که نور ازش نمیتونه فرار کنه. همینش میگم این سیاه چاله دیگر رو میگم جایی که زندانی زندان. آره آها نه اینو میگه سیاه چاله رنگ سیاه چاله جرم یه چیزیه توی نجوم توی من اونو داشتم. آره. یکی از پروژه جدید ناسا هم هست نه سیاه چاله تعریف چیه جدی یه چیزی که همه چی شد همه چی اطرافش رو جذب میکنه. آره. و جرم بسیار زیادی داره و قدرت بسیار زیادی داره. پروژه جدید ناسا اینه نه اینکه پروژه جدید یه فرضیه خیلی عجیبیه که ما اگر وارد سیاه چاله بشیم اونجا زمان معنی نداره، زمانم میبله یه همچین چیزی، بعد ما از این جذب شیم از یه بر مثل گیته که اینجا جذب شیم یه بر دیگه ظاهر میشیم یه همچین چیزیه، ولی کجا ظاهر میشیم
این حالا باید ببینیم که کجا زنده باشیم. یه داوطلب میخوان که اینو ببرم الان اونجا آنتن هم نمیدیم. میخوان کره همچین حرکتی بکنیم، بریم یه کهکشان دیگه از طریق سیاه چاله، چون با توسط نور نمیتونیم کار رو بکنیم. خیلی چیز عجیب. جدیدترین تصویرش ربطی به این نداره، ولی جدیدترین نه، اولین تصویر سیاه چاله نزدیکمون هم تازه پیدا کردیم. 50 سال نوری با ما فاصله داره. الان راه یوتیوب چه می‌بینیم؟ 50 سال با سرعت نور می‌بینیم 50 سال دیگه. ما 100 سال دیگه، چون 50 سال تو میگه شما اومده شی. عزیز در مورد چشم اون زنی که توی قابه صحبت می‌کنه وقتی در مورد سیاه چاله نور میگه، خب یه جا دیگه هم اون زنه رو اورد توی ترکی پشت پنجره. آره ترک قبلیش بود، قبلیش یه داش میخزید به سمت. آره میره اسم کنه میاد بعد یهو خورشید چشم اون چشم خالی اون زنه بود. نه سیاه چاله رنگی اون چشم خالی اون. آره سیاه چاله پشت ابر داشت میگفت، اما منظورش خورشید. خب چیز من ولی مثلا اینه که این درکی که من از ترک دارم اینه که تو دیدی بلد یه بازه زمانی از یه جایی میری فاصله میگیری، یه سری از خاطرات نگو، فرق خاطره تو خاطره شخصی خودت با یه سری فیلم یا یه سری خاطره که دیگران مثلا تعریف کردن انقدر دور میشه نمیدی لمس بکنی. این لحظه این بود که دوباره با اون فضا مواجه میشی، برمیگردی توی اون خاطره، توی فضایی که خاطره های خیلی دور ازت اتفاق افتاده و دوباره با اون فضا مواجه میشی، دیگه اون رنگ و بوی قدیمی رو نداره، صرفا یه تصویری از گذشته است که حتی اگه اون تصویر متعلق به تو هم نبود همون حس تو بیدار میگم داره از بیهست شدن نسبت به خاطرات قدیمیش داره حرف میزنه. من یکی حسی داشتم وقتی در مورد قاب بدون چشم صحبت میکنه، من این چیزی دیگه این اون رابطه عاطفی از بین رفته با خاطره قدیمی یه چیزی این از این طرف هایی که باید چند بار بشنید قبلی ها تو چند دفعه گوز بود. گوز ما واقعا ما چند دفعه گوش شماست، من کل آلبوم تو اون ترکه هست. گوز پر حرف بود. گوز ما خوش موبایل بود. خیلی حرف توش زد واقعا. این حرف اونجا رمزو گفت، نبودی رمز آلبوم گفت. ترک بعدی نمیم میرم نه برمیگردم آهنگساز دهخان. من گذشتم پر از خونه و تاریخ و ساعت باسم یه پار خط به پیشه و چی تو دل این دایره است کدوم ثانیه تکرار شد تو باغ وحش تاریخ استبداد چیزی که از ما گذشت نقص تاج و تخت تا سیاست که یادمون داد باید رحم و با مردم خورد و علمی که گفت با سخم و با الگل شست با سلامی رفتن دو پار پول پول یعنی اسلحه با پوکه های آرزو وقتی قدرت مسلط رو ساعت به دستت تکرارم بچم مادر ترسه و روز بخوریدم با لش کنید شبو من کولی هم تو آمارات تو نشمارید بنا شما شهبت و بلعیدی با سلفا زنده با چه آمد فاحشه ها رنگش رو بومتون قصه بود و تش پخش شد رو تابلوی سکس خوب و جنگل گوشه پیشونیم و نقابم برید من یه فاحشه لختم حجابم کنید من مثل طوری منتانم به بکشی نقب رو بلنده های رشد بکشیدم نمیمیرم نبرمیگردم بهتره پشت بکشیدم من مثل طوری منتانم به بکشی نقب بلنده های رشد بکشیدم نمیمیرم نبرمیگردم بهتره پشت بکشیدم تک و تن و سفت دست کس و کار زار عشق و سروله بره شهر و جا بزار با روز مرده خیال کردی باقه اون شدی ریشه لاغره مردش و لای بهتون را بکار خونه رو بعد خون دودا بر می داشتم رفت بنا وسط را رو دوشم هرچی داشتم با قلمم جنگیدم دیدم شبی خوک شدم می ناختمش تو زمین خوک آور می داشتم تو هم قبیل سبت فرار کن نگیره دردت آب بده به نایت نجات غریت قرده پیروزی ضعیفت کرده یه دشمن خوب میخواستی واسه دریم من دروغ و فروختم به جاش ماش خریدم من صد دلاش چریدم کارش رو بارو کرد کسه و غیر جنگ زد به جنگ چی باشه حقیقت ما قربانی های تمام قد زخم قدرتیم بیا رها کنی پرس نونمونو امروز با من به جنگ تا که فردا قلاد داران نلیستن استخونمونو من مثل تونی منتانام به بکشی نقم رو بلنده های رشد بکشیدم نه میمیرم نه برمیگردم بهترم پشت بکشیدم من مثل تونی منتانام به بکشی نقم بهترم پشت بکشیدم نه میمیرم نه برمیگردم رو بلنده های رشد بکشیدم من حقیقت
درک غیر سطحی از این ترک نداشتم، یعنی تو لول یک که آره من متوقع شدم تو لول یک یه سری تشبیه خفن داشته، ولی خب هم به نظرم توی روایت کمکی توی روایت کلی بهم کمکی نکرد. آخه روایت کلی نداریم داریم؟ تا اینجا داشتیم یه جاهایی یه آره قطعه بوده شاید آره. ولی میگم اون پازلت حدر تو نگاه اول تو باید سر بیزنده یه گرز رو یه گوگل کنیم هاشی بیدری اصلا آلمان گرز نداشته و خیلی حیات وحش هم بوز بوده تو کل آلمان کلن همیشه تو شعراش هست بخصان درخت و اینو خیلی استفاده میکنم تا اینکه بعدی هم من تعریفش زیاد چیدم 16 و 6 شوزم که شرسد پوینتش چیه؟ آره هدف اسکوزاریش نیم من پروسش رو داری دوستم هم بخاطر بیتش که یه گوگل سرش کن شوزم هم بخاطر چیزی که میگه تو پروسش آنکسش هم شبرونیه آره عذیتمون میکنه آجی به قرآن باید چه انتظاری داره؟ یه سه چیزا خیلی داره دیگه نقاب و سایه و نمیدونم آره آره شنو حیات وحش کلنو عطسه و حتی نگفت نگفت داره خورشید اشاره هایی به خورشید و خورشید زیاد استفاده کرد اشاره کرد هی بهش میگی کلا تو سرزمین هم تو کبیر نقش داره خورشید نه هر جا به خاطر هر ترکش یه ویژگی خورشید و کشون وسط خورشید هست با خیلی مانتر از ماست اون هم هر چیز دیگه خورشید چیه خورشید آره کل حالا هم یه دیس گنده بهرام بوده نه می نویسن اینجا تو بنام بچه آتیش بچه بزن الماس و آتیش با هم دیگه ترکیبش میشه چهار تا آتیش با سه تا الماس خسته نباشی مرد خسته نباشی مرد میبینم ات فردا خدا بابا تو کوه میگم خدا اون که تو پنج سه نفر گفت عجب بیتیه اینو بازم گفتی که به من ریختم این باور با سرتگارد رین یه فعل با قید پارم جمعه بی انتهای زندگیم میره که خط بخوره توی نقطه گون که سرد و پره نخور نداره پیک آخر توی این هفتیر یه گلوله است میذاریم رو سرمون قمار میکنیم تو بودنمون نوبت توست رابطه به چشمات شرا بذارش دون شقیقت به چشمات شرا تا که بریم همون جایی که میترسیم اون جایی که میترسیم تا سلولمون هم تو بیم بدرم سر بخوریم و شیب زمان وقتی توفنگ و در حاله رقص تیرم دست و دست دست بیرم کم راسم زندگی سخت بگیرم دلم میخواد که مست ببینم بیا بریم همون جایی که میترسیم بکش ماشه رو نگاه تو بکن زن میترش پاک بکو بکن بخشی ترش من زخمی ترینم تا من زخمی ترش میدونی نگاه دیگه هستی که بخوام تو خیابون آبات بمیرم منو بزنید راشیا من استخون رو بونه میکشم دونه دونه سیاهی های قلبم تو صورت هم زبونه میکشند منو بزنید راشیا بزنید تو شار اگم که خون به رخص بار اگم که شاید بریزه تو بساط عقلتون و سر کنتتون تا کمی مستتون کنده منو بزنید راشیا پر از زخم بدنم زخم این کار بزنید و اسم نبرید ازم من همونم که رو میزاتون تیری زدم ترس نداره کسی که نصفش نیرستش اون که با شبه حسش میرسه منو بزنید لاشیا به حسش میرسه آخرهای پاییز سنگ فرش برگاه کوچه غرق سرما بود اون تو آسایشگاه کنار پنجره آروم پک میزد به سیگارش این آخر قصه کسی بود که بود آخرای این کارش آخرای این جنگ مدام سرد شد تو اصرارش بعد آخرین زخمای عقل غرق شد تو احساسش آخر قصه کسی که سازش قلم نمیزد توی نگاهش بی پناه که حتی وطن نمیکرد توی لباسش وطن تو نداره نفوذ بود کسی بیتش اون کلوه یه زیره بیتش بود اون تو آسایش کار تو یا جامون یا یه اینو که خوش بکر تموم شده آهنگزیم بازش بچه نگفتی اون تو آسایش کار هله تکمینه فاینال حاجی توی اون تکیه مدت داره در مورد این صحبت میکنه که تیری که از اصلا میاد بیرون دیگه توش بر نمیگرده
خیلی هم رسمن سو اصلا هم مستی هم بر نمیگرده. مستی کن در مورد این راشن رولت، راشن رولت هم بازی هست که یه هفتیره یه نسوی توش میذاری و یه نوبت تو یه هم شانسی حس میکنم داره در مورد اون صحبت میکنه که اینجا مثلا با یه نفر که داره راشن رولت بازی میکنه، این نفر مرده و داره توصیف میکنه که دیگه قرار زنده نمیشه، مرد مرد نمیدونم چرا بازی حس میکنه کارش افول جا هم محلیل افول جا حالا افولی داشتی اینجوری نمیخونم آخر بازم آخر اشان اون سینه خیز میکشونه کنم خب بچه ها دفعه میاریم الان موقعی که باید دو نفر گوشی نفر استراحت کنه یعنی که بعدی اسمش آسایشگاهیه که مرد توش بود بعدش پکیم آه ترقی قبلی آخرش هم آسایشگاه آره حالا اینجا تو الان آسایشگاهه پرودیوسر علی سورنا و دهقان بریم آماده بریم سلام آماده هست آماده های دو دقیقه مونده فقط پر از انرژی یخ جون برو 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 پلی کن سریعا چهار دقیقه چهار سه سن نه بابا نه بابا نه کنت مت نشگم خطاش گم مشتی عجب ترکیه چیه؟ مشتی عجب ترکیه مشتی عجب ترکیه امروز به تکیه بی سر پناه ایستادیم تو مقبر باد و تکه پاره بنفشه ها اثر بر خاک رد می شدستن ما که میدون مین و دورمون کوبید زندگی و خوشبختی فقط از بوتمون روید ما اشباهی از حضور خودمون بودیم در من آهن می روید از تباهی با درد رنج رحم من رو کشت و اشتیاق و دادم در من آهن می روید از تباهی تا فقر فقر خودکشی دگرکشی جنایت من هر روز صبح بیدار می شم با امضا پای برگه های رخ داد و فاجعه هر روز حادثه هر روز حادثه نمزای ما آلوده به جراحت و زخمه محکم این دیگه که هر روز صبح بیدار میشم با امضای پای برگه های رخ داد و فاجعه بسته همونه که توی تکلیفش هم گفته بودم چیزی چرا گفت خب بگو بسته همینه که تو یا جزوی از مشکلی یا داری بر علیه مشکل مبارزه میکنی یا جزوی از مشکلی یا تو خود ظلمی یا داری بر علیه ظلم مبارزه میکنی حتی اگه به تو روزمره هیچ عضویت یا هیچ سودی هم از اون ظلم نبری همین که بر علیهش مبارزه نمی کنی باعث میشه که تو تربیج اون کمک کرده باشی میگم چه میگم حس کنم یه چنین چیزی داره میگه که میگه من هر روز صبح دارم امضا میکنم پای رخ داد فاجعه یعنی هر روز با کاری نکردن آره دارم این کار میکنم تر بگی که به باد نره چترت تو که باقی مونده ای از نجابت نسلت رها کن چترت رو اسارت بسی توی فصل بارش از درون تاریکی محض سنگ تر شدن من آغاز میکنم یه پاییز پر از مرگ یه لحظه مهیج از خورد شدن آهن من افسرده نیستم این واقعیت ها غرق شده قایق بی پا روی من و تاتم چه غمی داره بری بیاریمش از سرش کنی به گاه میرون تو حس می کردم از وجودم زندگی رو بور کرد تو بند بند بودنم خوشی تو رو کرد تو دشت تنهایی پروانه های دختر میونه بوته ها رنگولا رو بو می کرد نگاه هم می کرد درد ها و رنج رفتن احساس می کردم خوشبختم نگاه هم می کرد که زندگی چه زیباست آروم به خواب رفتم سر رو پای مادرم در رو زدم محکم یا نگاش کردم چیزی نیارم باش باورش میکردم با این که هر بار محکم تر از قبل کوبیدم به در باورش میکردم دست های گرمش زخمامو بستن توی آخرین جنگ خورشید و سرخی طلای لبخندم شد غروب رنج مادرم که غیب شد درب رو شکستن داد زدم دست های مالوده به قتلن سوزش سرنگ و اس کردم تو دستم من افسرده نیستم حس می کردم از وجودم زندگی و بور کرد تو بند بند بودنم خورشید نفوذ کرد یه گوه از تو دشت پروانه ها بیرکت نگاهش رو تو دوربین تفنگم فرو کرد ماشه رو کشیدم خورشید غروب کرد تفنگ رو انداختم می دویدم با ولم آجی یه قوه اصلا
فکران داریم به کجا میرسیم. بزن زد همون گمه بزن همون گمه بزن بزن یک کم عقبتر پویی گم نشه توی ورس چی جواز چی جشت پرمانه رو تو نه این ورس 4 رو برو دوباره همون میشه الان بفهمی چارش آره الان برو تو ورس بود من کجا برو یک کمی عقبتر من نیبینن آجی میشه یه مده جلوتریم من پشمان بیخ اینجا برو عقبتر آره تلای لبخندم شد غروب رنج مادرم که غیب شد درب رو شکستن داد زدم دستای ما آلوده به قتلن سوزش سرنگ و اس کردم تو دستم من افسرده نیستم حس می کردم از وجودم زندگی رو بور کرد تو بند بند بودنم خورشید نفوذ کرد یه گوه از تو دشت پروانه ها بیرکت نگاهش رو تو دوربین تفنگم فرو کرد ماشه رو کشیدم خورشید غروب کرد تفنگ رو انداختم می دویدم با ولع رسیدم به جای شکارم یه آن بوته ها رو با دستام دادم کنار یه دختر افتاده بود رو بوته ها خاک فشار شونه هم دست هم شل کرد هنوزم از خودم میپرسم من گوز رو کشتم یا اونا به من گفتن احساس هم باطل هم هنوز آجی آفرین آفرین اوه اوه اون چیزش که میگفت امضا میکنم صبح به صبح آره همین منظورش بود که نمیخوام نمیخواستم من گوز رو کشتم یا اونا به من گفتن آره ولی اینکه به حال اون کارو کرده اصلا هزار میلیون ها معنی میشه آره اینده تمثیلی از هزار میلیون باشه کارمانده به کاش ساعت 9 شب بوده میتونستیم حرفا بزنیم ساعت اول هم همین داره استرابی که درو میزنم با مشت و فلان و آره انگار یکی کشتن و بوشونی کردن اومدن رو پشت در نمیدن آره. بعد دوباره بر توی فضایی که مثلا من مور رو احساس میکردم آفتاب زده تو چشم حاجی آره با بند بند اینو که تو ظاهرم این قضیه رو میاره فقط صرفا من میبینیم ظاهرم میاره معنی که داره رو این الان دختره رو جایی این گوزنه رو با دختره قاطی کرده کشته خب اون جسدی که توی کمد بوده که گوزنه که توی کمد بوده باش چیز درست کرد میتونم گوزنه رو باشوشم دختره آره چون تو رقابیش هم میگفت ما گوزنیم دیگه یکی از رقابی تنش بعد مرد خماره این بود عجب پیجی رست دیگه اونو باره بازی نکنی که میسوزه خماره راست میگه کی بود بازی کردی سوکر یه سری آدم دیگه هم میدونست آجی این آلو من دو رو بگوش کنم آره الان دو تا ترک دیگه مونده سه تا ترک دیگه مونده دو تا ترک مونده دو تا دیگه قراره اون این نبود عجب اینجوری من دو تا دو تا بریم ترک بعدی سریع دشت دشت پروانه ها داداش بازی با اسمار ما خدا رفت سمت دشت از اون ور تعریف کنه آیا برعکس داره میاد آقای کن زمانشو برعکس آره دیگه برعکس داره میاد اونی که میدونستی سمیه شروع کنم درست دارم دوشم اینجا یه انرژی ما بده جایی باید هم نشست برای حالت تیر کشی تا ول تام وقتی رسیدم آخر رام منم اون گوزن وحشی بودم که دادم قله رو به دشت پروانه ها سرما چشمو خیس کرده صدام میزنه کرما نگاه میکنم پرواز عجیب پروانه ها رو بیخبر از اینکه کرما شکار بود توی مه وقتی که مرد و میدم یه دختر که گل می آورد و دیدم اومد با خنده به سمت من اما یه مرتبه یه گلوله خورد تو سینم خون زد از تو شاره رام فهمیدم سقوط آخر رام سال خوردم تو دوره سقوط افتادم تو دامنه ها دوره بیمار دیدم شمالا دران نگاه شیران زنده بودم تا بفهمی زنده است با ویران به بود از این لحظه دیوار به گوش اون که نشسته تو خاک دیواری که پر بشه از گلونه میشه یه نطفه گوز نرخشت سراخش مستقل نرمه های لخت وزن حضور نرهای سرخ بیفهمی من یه حضور وقتی کوه میومد پایین پنجه های گرگ اگه
بیشتر اور بودی اولا میفهمده چی میگم و زور بودی اولا کر نفس یعنی حضور با هر قدم رو به سکون من واگر هم میکشم بیرون از زیرتون تا دستام و پاکشون کنم از سیل خون از دنیاتون که تو جنایت گیره اما با این حال بازم حضورم بیرون جدید میکشم از زیرتون اینجوریش هم خفت میدونم شاید پاراسش باله اما با این حال دارم حضور بینتون بکنه یا آتش از تو کمون رها شدن شهر شد پر خون توی گندم و پر شده دود اگه آبا فقط چند تا جمجمه موند سوارا باش داداش پیکان آتیش همون چیزه بود بابا و مامانم هزار زاویه میگه از دید همه یه ماجرا رو تعریف میکنه. آره دقیقا چند بر از دید توفنگ داره تعریف میکنه از دید اون گلا دختره گوزنه از گوزنه دختر رفته بود گل بده به گوز که ناگهان دختره مرد بعد گوزنه هم میدونیم چیزه فرونه گفت خودم هم من یه گوزنه نه یه جا خودش گوزنه بود یه جا خودش اسلحه بود یه جا خودش دختره بود یه خودشون پلیکان بعد کلیت قضیه رو گرفت زنده بودن خودش تو هیپ تیرم که رفته دیگه بر نمیگستم خیلی داده داره اینجا به اینجا شدن آره دیگه نمیشه دست خودش نبود های گندوم ها همون رقص فلان بود گندوم این هم از اجبار میاد آره من یادم نیست بود فقط این کلمه رو یادمه ولی یادمه فقط چی بود من اصلا تو این آلبوم یعنی بی رپ که نمیشه بود مثلا اون ناخدا رپ توی دشته نداره ولی یه سیجر یه چیزه مشترک داره بسید آره همش مشترک داره نگو توی ادبیات معاصر ایران ما گوز یه جریان گوز داشتیم از بقول قیام سیاهکل میدونی چه؟ سیاهکل یه ده تا از دانشجوی دانشگاه گیلان توی یه بازه زمانی نه یه چیز اینجا چپ بودن بعد تلاش میکنن که بیان یه قیام بکنن اینجوری که سیاهکل رو میگیریم رش رو میگیریم تهران رو میگیریم خب دوره پهلوی بود جهان رو میگیریم بعد چیریکی میرن واقعا پاسگاه سیاهکل رو میگیرن شهر سیاهکل رو میگیرن خب بعد محمد رضا شاه به طرز عجیب غریبی با هواپیما و یه مجموعه تعداد زیادی آدم میاد که فقط این 10 نفر رو بکشه بعد شهر رو با آتیش میکشه یعنی سیاهکل و جنگلاش رو با آتیش میکشه بمباران میکنه جنگل رو دقیقاً بعد اون ده نفر دستگیر میشن همشون تیربار میشن یه چنین چیزی بعد از اون بیژن جزنی یکی از آدمای فعال تو صحنه چپ اون بازه زمانی ایران یه نقاشی میکشه که اون شب رو ترسیم میکنه که این ده نفر که توی جنگلای سیاهکل بودن چقدر ترس تجربه کردن موقعی که داشتن صدای مسلسل رو میشنیدن تک تک آدما رو میکشتن تا اینا رو لو بدن آخر سر لوشون دادن دستگیر شدن که صدای هواپیما رو میشنیدن و یه شعر خیلی زیبا هم گذاست و اون نقاشی یه گوزنیه که یه شعله رو گرفته داره تو تاریکی شب لایه یه سری گزمه همه جا گذاشته میشه لایه یه سری خفاش میدوه نقاشی خیلی معروفه برن کیمیایی بود گوزنه رو روسته گوزنه رو کی درست کرده؟ فیلمش رو بیادم گوزنه هم آره فیلم گوزنه هم دقیقا همین داستان رو نگفته ولی داستانش الهام گرفته از این تازه اسمش به خاطر این گوزنه هست کارگردان اسمش؟ آره بس کیمیایی سال 50 اومده این اتفاق انقدر عجیب غریب بود تا مثلا چند سال بعدش کلمه جنگل نمیذاشتن توی شعر به کار بره سانسور میکردن توی کتاب اگه بود کلمه جنگل آره در این حد بعد یه کلان روحیه مبارز بودن با گوز از توی آثار هنری توی چند سال اخیر آفرین به جای خوبی رسیدی مصطفی مصطفی بعد این دیگه واقعا هم همچین شخصیتی داره نشون میده تو این ترک خیلی بیشتر من دوست دارم من زندم توی هیپ هاپ بدم شدن شهر شد پر خون توی گندم و پر
شده دود اگه آبا فقط چند تا جمجمه موند سوارا با شمشیر رخصون و فریاد بچه کوچیک رو سرسر سوخ مادر با جیب و رش و تنابین و چند تا سوار مست رو شده بود بعد خط سوم اسبا و قصه جنگ خوشید میرفا هسته به قرب یه پیر زن نشسته رو سنگ دستاش سایبونه چشمش قرب شده تو مسیر آغشته به جنگ آخرین سوار که ناپدید شد خندید رسید کارسکه مرگ تو این کبیر دور امروزم نخواه اینه که دبیل روزی از زیر پوست میزنه بیرون بای توفان شبیه به دود از سوار جریب خون بزدوی که میکاشت و ندیده بود روزی که بشه سخت قبیل خون پره غریبه هایی که بازم غریبه موندن خورد و سیانس کمر تازیانه و لباس های سخت بسط گاه میشاد نگو همی به امیدستم به اونایی که زمین جنگ و شخ میزدن مرگ اینا رو گفت و نشست پیر زن تأیید کرد با تأکید سر من تو دامنه یادم رفت زخمام و آخرین تصمیم اح میشه مرگ اگه شرور بودی میدیدی ارتفاع چه سرده به ترس خون میگرفتی به ترکه به جنگی ترکش شرد دو تک توی خنده زرده تو رفته چه نرد پرده به در به ترکه به کنی تن نفس خسته بیرمقه یه قلبی که نبزی نداره بزا در بره شر پای من میشکر منی سور نام خون سر بره سر رسان منم گفته بودم بزن خاموشه چه قربه چه شر بزا خط بکشم رو بزا خط بکشم روی نجات پرستای خنده به لحمام زبون هیپ هاپ و لحجه رپ من با خونم از خیلتون تا دستام و پاکشون کنم از سیل خون از دنیاتون که تو جنایت گیره اما با این حال بازم حضورم بینتون من با خونم و میکشم از خیلتون تا دستام و پاکشون کنم از سیل خون از این دنیا تو که توی جنایت گیره اما با این حال دارم حضور بینتون این تمام شد این اتفاق خاصی بود خیلی مونده از داره یه دقیقه بیستانی درام داره من با این خیلی حال کردم آره حالا بگیم تک بیدی حالا که با این خیلی حال کردی اصلا گفت 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 هش اومد اینجوری آره هش وایسا اینجوری هست آره خیلی خفه حرام ببین اصلا به این آلبوم نمیشه به چشم من به چشم فیلم سینمایی باید آره دقیقا مثلا کلا این شب میگه که صحنه صحنه نوشته شده آره آن راست میگه صحنه نوشته است اونجا آخرش کات استدایی آخر کاته کات؟ تاون آه جا کافا بجی من غرق شدم تو این آلبوم خیلی عجیبه اصلا هیچ فکرشون نمیاد آره واقعا خیلی حساب شده بود همه چیز ارزش 5 ساعت ریکورد داره خوب همه رو با طرز فکر خودش هم مسیر کرد آره مجبوری نه اصلا یه جوری سرنخ بهت داد که آجی تهش بیوفی تو مسیر من فکر کردم خیلی گنگتر از این حرفا باشه ولی آره گنگ از اونم گنگتر بود لوکیشن نه بده گنگ چه بود اما اینکه ما خیلی هاشو که نفهمیدیم ولی همین که فهمیدیم داشت من سوخت مقدم بریم بریم اوه 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 اول نمیچوز باسیم ولی ببینیم داره این کسی خشخش بهش نمید یا کار میشویم ولی نمید خجالتی این آخرین لحظه توی قابم کمین کن بگیش معنا از خودم تو که رهاشم شدیم مرده تو این همه نقطه چی بود بی انتها جملگی شهامت بعد عشق رقابت بعد بزدنی من چیم خطر کل نامم همین شد ببین نقابم خمید و له زیر پامم زمین مرده چی بود دست آورده دستامون تو پوچی زخم هنجره و فریاد فروشی یه حرفه مهم میزد من چکارش میگه؟ تا ما زمانو بفهم میپری پوریشی میگه من هم روی قابم کمین کن بگ دوام شو انداخت
این آخرین لحظه توی قابم کمین کن بگیش منو از خودت تو که رهاشم شدی مرده تو این همه نقطه چی بود بی انتها جملگی شهامت بعد عشق رقابت بعد بزدنی من چیم خطر کل نامم همین شد ببین نقابم خمید و له زیر پامم زمین مرده چی بود دستاورد دستامون تو پوچی زخم هنجره و فریاد فروشی من هنوز آتیش مزاهم و مستم شما که هیچ تو گناه منو خط زد انزوا شد شروع به هزار توی جریان در آبا شدم این در اتاقم و بزم اون طرف به نکنی پاشیه در انتظار آزاری تو آسین زمان به شعبده من فریاد کشیم کافی لباس با تیه کلام زدم تو آسین جهان همون لحظه ها که نمیگیریشو وقتی کارد واقع تو دیمیره فرو مرگ اول لمس ریزش بناها بود مرگ دوم وقتیه که بنویسیشون تو قرورم و دوست کردی واسه تیغ جنجرام نفسم رو حبس کن تو سینه کنم چیره دست و صاف باسه کی به دریا صد زد گفتم اینو بود که هرچی ها جور بریسه منم میکشم بارات من قانون رو رعایت نکردم شبیه صاف به همه ویروس شهر رو کشیدم از عمقش تو عفونت مرگم همه پرده شب شد رنگ هر تهدیدی روی من یه طرح شکست خورده است هرگز اجبار رو همیشه دستم مرگ سازه ها بود بعد دریچه قلبم پیروز شدم تو زمین شکستم تا شکست عقلم زیر اندیشه مستم من آواز شدم حقیقت یاره بی به سال حاصل پارکی داغ زور جازمی که پاماد تو آوری که را میرفت به خوابی بی مثال کشید به سمت سیاه چاله ای که باش و شاه راه رسیدن به مفجزه ی تو خالی ترین خالی میشه مومن به پر ترین خالی از سر مفجزه بریم واسه تصویری از اون را کنم به لنز تو جاده تو پیچه باد کم شد دامنه از شین شب پر توفان رسید زن شد زن شدی تو راجه هم من شد نگاهت روشن بود خنده تو بی نظیر ترین وطن بود دست کشیدی روی بونم کشیدی تو روز جلونم کودکی در حال بازیه طبیعت خوشحال از شکار قافیه ماشه این شعر بداهی جبر و زندگی من جشام بستم تو فکرم آزادیه قول میدم ترک میکنم منو موپایی زای زرد زرد میشدم آخرین روز ترک با آرامش تو ایستادی دم در آسایشگاه پنجره آب خالیه تکونه رو آب خالیه زردی نیمی از حیات رو گرفته این پایز عجب آشاریه چی از روی میز دل خورد دل خورد دل خورد دل 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 مردی از روی سندری که هم دل شد روز خیلی کنم دونه دونه تک تک کاراکترها رو گفت تمام چین چیزی اسم کنم آره یه چند تا بود دونه دونه بست باید بطری هم غیل خواهد پدر نه اون راشن رولتی که مرد از دست آره حاجی چه کاتایی داد تش خیلی خفه بود آره تعداد میم مقدار اطلاعات ورودی خیلی ما بشین مدیتیت کنی گوش کنی وقتی کارد واقعی تا ده میره فرو اونجاش که دوبار میبینم یه بار وقتی اتفاق میفته یه بار وقتی مینیم آه باری که الله همون رو بخواستم شاهده آه تو بسید در میمنده وقتی در آدم هم بسته میشه کلی در آدم باز ها سر در میمنده یادم سر در میمنده تا ریاکشن بعدی نسوختم همه چجوری رو ببندیم ویدئو رو بچه ها نمره بود هست نمره رو کنسل کنیم میگم نمره که دیم من در کامل واقعا در صلاحیت نمره دادم خودمون باید بسیم به ما چهار تا خوش نمره بده بابا اون چه نمره نه امتیاز تبدیل داداش تو نمیدونی مثل اینکه قضیه آره میخوام الان مسخ شدم نه تبدیل تجربه اولی ما رو گوش دادن به عدد نمره کیف آره نمره بدیم چه حال کردی با تجربه‌ای که داشتی فارغ از زمان بعد آره هشت من هفت میدم علی خود بابا قاضی میشدم نه شفت رفتم مهندسی خوندم اشتباه کرد نه بارم هشت نه هفت سخت دستی میدم هفت و نیم نه هفت نه بچه نظرتون رو بنویسید خیلی صحنه بدیه
بگو دیگه من وسط باشم. بچه کارهای لازمه رو بکنید دیگه، تو ویدیو قبلی توضیح دادیم چیکار بکنید دیگه. خیلی خفن بود، ما دیگه داریم جر می‌خوریم، خستگی 18 ساعت داریم اینو گوش می‌کنیم دیگه، نا نرس نمی‌تونیم فکر کنیم چی باید بگیم آخر ویدیو. اشغالتون رو بکنید و کار لازمه لایک کامنت فلان این اون شیر همه کارهای لازمه رو انجام بدین و شدین ناراحت شدین برین جوشون. آره شب بخیر. کات ادامه شد کات خدافظ.